هین. بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم یا بتونیم اوقات بهتری برای خودمون بسازیم. امروز دوشنبه است و 28 دسامبر سال 2015 میلادی و برابر است با 7 دیماه 1394. امروز دیدم چقدر سخته آدم وقتی یکی دو روز برنامه نمیذاره، بعد که میخواد برنامه بذاره خیلی براش مشکله. درست مثل اون موقعی بود که تعطیلی جمعه و شنبه و اینها، مخصوصا موقعی که مدرسه دبستان میرفتیم، هفته صحبیمون بود، از ظهر جمعه تعطیل میشدیم، بعد میرفتیم هفته آینده باز ظهر شنبه میرفتیم، دو روز تعطیل شده بودیم. حالا بیا و درستش کن. باد تنبلی رفته بود توی همه بدنمون، با زور و مکافات و با چی میگن نقنق مادرمون مجبور میشدیم بریم مدرسه. هی میگفت دیرت شده، بلند شو برو. راستی چرا ایرانی ها میگن از روز اول که ما چشم باز میکنیم تو خونه بهمون دروغ میگن؟ میگه مادرمون صبح صدامون میزنه میگه زور شد بلند شو از خواب، از همون اول دروغ. خب بذارید من این دکمه رو باز کنم. گهگاهی ما این دکمه رو میبندیم که هنوز بفهمیم که خیلی چاق نشدیم، بعد میبینیم که چرا شدیم، یه مقداری هم فشار میاره. بگید ببینم که کریسمس دیتون چطور بود؟ روز ما نفهمیدیم بالاخره این تولد عیسی مسیحه یا روزی که عیسی مسیح کشته شده یا روزی که عیسی مسیح دوباره به اصطلاح اینجا میگن رزرکشن، یعنی دوباره به دنیا اومده یا رفته به آسمون پیوسته. خلاصه مطلب، این داستانهای مذهبی و دینی انقدر دروغ میگن خودشون از اول، گاهی وقتی خودشون یادشون میره که چی گفتن. مثل که من الان برنامه رو که شروع میکنم بگم اینجا خیلی سرده، یه دقیقه دیگه بگم که واخ واخ رفتم بیرون از گرما خفه شدم. یعنی انقدر زد و نقیز. و اما ما ضمن این که سلام میکنیم به تمام دوستانی که از تلویزیون رنگارنگ ما رو میبینن و از تلویزیون برنامه مردم تیوی هم دنبال میکنن، اونایی که میگید تصویرتون در تلویزیون رنگارنگ به شفافی اینجا نیست، خب تازه خدا پدرشونو بیامرزه، همین هم خودش خیلی پیشرفت کردیم. قدیما که خیلی از این وضعمون بدتر بود و الان خیلی بهتر شده. حالا امیدوارم که بتونیم ما با حمایت شماها وسایل جدیدی بگیریم، هم ما هم تلویزیون رنگارنگ بتونیم اینترنت های قوی بگیریم و اینجا اون ضرب المثل هرچی آش میدی هرچی پول میدی آش میخوری واقعا درسته. روزی که شما زنگ میزنی میگی من یه اینترنت میخوام، میگی برای خونه میخوام، میگه اوکی انقدر، میگه دو تا تلویزیون داری انقدر، سه تا تلویزیون داری انقدر. اگه برای بیزینس میخوای که باید یه چیز جونداری باشه، اون وقت جونتو میگیره که یه چیز جوندار بهت بده. جون من و شما چیه؟ پول. همه ماجراهای دنیا سر پول. اجازه بدید من ببینم که صدا و تصویرمون داره ضبط میشه یا نه، چون تو یکی از این برنامه‌ها من دوباره اشتباه کرده بودم و به قول معروف اون کلید استارت رو نزده بودم، ولی این الان نشون میده که ما داریم هفته چه به اصطلاح 28 داریم برنامه رو ضبط میکنیم. بذارید یه نگاهی هم بکنم چون اعصابت خرد میشه وقتی برنامه رو میزنی. بله بینندگان عزیز، با سلام به شما. ضبط شده. کت شلواری هم که تنمه همینه که الان اینجا میبینیم. خب من یه مقداری واقعا متاسفم که وقتی که میایم میگیم که بابا برنامه اینجوریه، قرار شده این برنامه با شما باشه، حالا یا 60 دقیقه با شما یا نظرات شما یا شما چه میگویید، آنچه شما میخواهید، چون وقتی یه نفر یه چیزی رو میگه حقیقتا یه خواسته هم پشتش هست، ولی میبینم که متاسفانه هر چی ما تلاش میکنیم شماها ساز خودتون رو میزنید، ما برای خودمون داریم رقص خودمون رو انجام میدیم. بیان از امروز تصمیم بگیریم، حالا که دو سه روز دیگه بیشتر به پایان سال 2015 نمونده و رسم هست که آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، آمریکا رو میدونم، اروپا رو چون خیلی نبودم نمیدونم، آیا اونجا هم دارن نیو ایر رزولوشن، یعنی تصمیمی که برای سال جدید میگیرن. اینجا از بس مردم چاق هستن، بیشتر مردم، اکثریت مردم تصمیم میگیرن که لاغر بشن. متاسفانه این رژیمایی هم که میگیرن خیلی هاش خطرناکه، خیلی هاش
به جای اینکه چربی بدن رو کم کنه، آب بدن شما رو از بین میبره. من نمیدونم شماره تلفن رو شما میبینید یا نه، اینجا ما میذاریم اون رو 202-695-2573، ولی متوجه شدم که توی تلویزیون رنگارنگ فارسی مینویسن. حالا شماها اگر دور سه میبینی، سیر دو میبینی، اینها چون فارسی یه مقداری قربونش برم مشکل داره وقتی با کامپیوتر مینویسیم، این هست. بعضی هم میگن ای کاش که یه نفر پیدا شده بود مثل آتاتورک این حروف الفبای فارسی رو هم انگلیسی میکرد. بعد خیلی هم میگن نه این خیانته، اون با شعرهای حافظ و سعدی چه کار کنیم. خود همین دوستان شروع میکنن میگن درود ورود، درود خروج. بعد میگیم خب بابا تو اگه میگی درود برود خروج خروج، این شعرهای فارسی این همه عربی توشه، میخوای چه کار کنی و میخوای واقعا چی بگی؟ نمیدونی، روزگار غریبیست نازنی. ما درست ماجرای این که میگفتن از دست شپش طرف یقه پاره میکنه، یعنی پیرن خودش رو خراب میکنه، درست همین کار رو ما داریم انجام میدیم. یه دوست نازنین اون روز جمعه زنگ زد که آقا برنامه شما زنده نیست؟ گفتم نه، ولی الحمدلله خودم هنوز زنده هستم. بفرمایید، حالا که جواب دادم که آقا من یکی از اونایی هستم که مسیحی شده و متوجه شدم یه دوستی هست مسیحی هست در تلویزیون مردم، در تلویزیون رنگارنگ، و میاد از شما انتقاد میکنه، همونی که شما گفتید فکر میکنه که یک دسیسه جهانی دست به دست هم دادن تا سوربی دوباره بعد از 12 سال بیاد توی تلویزیون رنگارنگ و تازه از مردم بپرسه ملت شما دلتون چی میخواد. این شده بزرگترین دسیسه. اینجوری که میکنن توی گیومه میگفتیم توی فارسی، دو تا نقطه این بالا میزنن، دو تا نقطه این ور، توی انگلیسی میگن کود اند کود، یه چیزی رو که توی کود مینویسن. گفتم خب حالا اشکال شما چیه؟ گفت من نمیدونم، اگه این دوست نازنینمون شماره تلفنی داشت، ایمیلی داشت که مردم میتونستن باهاش تماس بگیرن، من مثل یک برادر، سنش هم مسن بود، گفت من مثل یک برادر بزرگ به ایشون نصیحت میکردم که شما که میایین داد میزنی، فریاد میزنی، همه رو متهم میکنی، همه رو محکوم میکنی، همه رو مجرم میکنی، خودت هم جرم رو براشون اجرا میکنی، اصلا این کارایی که میکنی با اون کار مسیحیت، با ذات و فطرت مسیحیت جور نیست. مسیحی که میدونست میزنن میکشنش، میدونست داره ظلم میشه، ولی آمد گفت اگر این ظالما آمد یک کشیده زد اینجا، شما صورتت رو بچرخون این ور. البته خیلی زرنگ بوده، میخواستی دو طرفش آسیب نبینه، یک ور این ور، یه ور این ور، دوتا قرمز میشده، صورتت رو این ورش رو آماده کن. حالا چجوری یه خانمی میاد تو تلویزیون و به مردم میگه که حضرت مسیح میخواد شما رو سعادتمند کنه، بعد حرکات خودش درست عین همون حزب اللهی هست، درست عین تندروهایی هست که حالا یا شاه اللهی هست یا هر مرام دیگه ای دارن و فکر میکنن تمام دنیا دشمنان اینها هستن. گفتم والا من نمیدونم، ولی به عنوان یک مسنجر یا یک نامرسون این پیغام شما رو به این دوستمون میرسونم. البته من ازش خواهش کردم اگه امکان داره زنگ بزنه، پیام بذاره. گفت که فکرشو میکنم ولی فکر نمیکنم این کار رو انجام بدم، لابد نمیخواد صداش پخش بشه یا چیزی و میخواسته به اصطلاح خیلی دوستانه باشه. شما نظرتون چیه؟ دوستانی که از اسلام بری شدن، دوستانی که حتی مسلمون هم نبودن، ما کدومون مسلمون واقعی هستیم؟ معروف بود حتی همون دوره شاه میگفتن مسلمون های ایران، مسلمون های دوره شاه میگفتن شب ژانویه رو از خود ارمنی ها، از خود مسیحی ها بیشتر میرن بیرون و خوش میگذرونن. یعنی دلیلش هم این بود، میگفتن ارامنه و مسیحی ها چون عید پاک هست، این یا عید پاک بعدنه، بعد 3-4 ماه دیگه هست، چون این عید هست همه دوربر هم تو خونه هاشون هستن. ایرانی ها چون این دوستان کلیمی و به اصطلاح مسیحی و اینها نیستن، مشروب و عرق بفروشن، خودشون پارتی های بزرگ را میندازن و میرن توی این پارتی ها شرکت میکنن. خب دوست نازنین، منی که حالا اگه مسلمان بودم شانس آوردم مسلمان خوبی نشدم که بگم هر کی کافره با سرشو بزنم
نمیدونم هر کی کافره باید بریم بکشیمش، چیزاشو به غارت ببریم و هر چیزی رو هم که به غارت بردیم میشه غنیمت جنگی، از زن و بچه و دختر رو نمیدونم طلا و جواهر مال ماست. خب اون قسمت خوب نبودن. حالا فکر کردم میخوام دنبال یه چیز خوب بگردم. شما دوست نازنینمون زرتشت رو پیدا کردی. خب به قول آمریکایی‌ها good for you. بفرمایید دوست عزیز، روی برنامه زنده هستید. این 416 قبلا هم زنگ میزد، هر وقت ما میگیم روی برنامه زنده هستین قطع میکنن، ولی خب کاش که الان اگه زنگ زدید من جواب دادم بهتون بگم پیام بذارید، شاید برنامه ما رو نمیبینید، چون اگه میدیدید که زنده هست وقتی زنگ میزدید خب پیام میذاشتید. در هر صورت شما دیدید یه چیزی بده، شما هم بدونی که خودتون دخالتی داشته باشید، جبر زمان، جبر مکان، جبر فامیل، پدر مادرتون، اونها هم مسلمان خوبی نبودن، اوکی، شما توی شناسنامتون نوشتن مسلمان و این بار گران رو باید تا آخر عمر همه جا به دوش بکشی. حتی وقتی هم میری اینجا، یه دوستی رفته بود زرتشتی شده بود، بعد میگه آقای سوربی یه خانمی هست توی ترکیه، اتفاق ما کمکش کردیم از ایران معرفی کردیم، یه نفر رو توی ترکیه رفت اونجا توی خانواده اون دوستمون و اینها، خیلی ایشون راضیه، اونها هم خیلی خوشحالن که ایشون رو مثل یکی از به اصطلاح اعضای فامیل خودشون قبول کردن. این خیلی مهمه. برای من نوشته بود که آقا من الان به خاطر نمیدونم مشکلایی که دارم و اینها باید برم دکتر و بیمارستان و اینها، و اینجا زردشتی ها لطف میکنن، محبت میکنن، ولی هی به ما میگن کاغذ بیارید، کاغذ نیارید. آقا من بین خودم و خدا اگه رفتم زرتشتی شدم، بین خودم و زرتشت رفتم زرتشتی شدم، کاغذ از کی برای تو بیارم؟ من اصلا اینها رو قبول ندارم. در صورت شما امروز لطف کنید دوستان، اگه این برنامه رو الان روز دوشنبه 28 دسامبر ساعت 12 دقیقه بعد از ظهر وقت واشنگتن و نیویورک میبینید، یا در بازپخش چه از تلویزیون رنگارنگ چه از این تلویزیون، از تلویزیون رنگارنگ به دلیل اینکه ما تازه اومدیم گویا اینها زمان بازپخششون ردیف شده برای یه کارهای معین، و الان این سوربی جدید آشغور داره ساعتای برنامه رو به هم میریزه، اینه که ممکنه بازپخش پخش نشه، ولی شما میتونید اینها رو به صورت بایگانی آرشیو از روی یوتیوب نگاه کنید، از روی تلویزیون مردم نگاه کنید. نمیدونم، من ندیدم جایی که تلویزیون رنگارنگ بایگانی داشته باشه، شاید به دلیل اینکه چون برنامهشون زنده هم روی یوتیوب پخش میشه دیگه احتیاجی نیست، و هر کسی صلاح مملکت خیش خسروان دانند برای اینه، هر کسی یه رقمی دوست داره، یه کسی دوست داره که برنامهش رو تبدیل کنه به 15 دقیقه، به قول معروف اون قسمت های مهمش رو روی یوتیوب بذاره، یه کسی نه 8 ساعت به همون رسم معمول تلویزیون ها با DVD میره، یه کسی هم مثل سوربی میگه برنامه هایی که زنده از تلویزیون مردم پخش میشه اینها رو ما به صورت بایگانی میذاریم و یک بایگانی دیجیتال برای همه به اصطلاح نسل ها بیمونه. البته همیشه همینو میگن، اون موقع میگفتن کتاب بنویسید بذارید اونجا تا بمونه برای نسل های آینده، بعد یکی از راه میرسه آتیش میزنه، یه دوره عربا آتیش میزنن، یه دوره عمر میاد آتیش میزنه، یه دوره آقای کسروی میاد آتیش میزنه. آقای احمد کسروی قربان، شما روشن فکر جامعه ما هستی، شما میای کتاب میسوزونی، اونم تازه هفتگی جمعه تا جمعه باعث این کتاب بسوزونیم؟ کتاب کی؟ کتاب حافظ، چون درش از قرآن و خدا صحبت کرده. کتاب کی؟ کتاب سعدی، از این اوضاع و احوال. بعد یه دوستی دارم بهروز عزیز از کانادا برای من نوشته که من در یکی از برنامه ها دیدم که راجبه، یا شنیدم که راجبه کسروی صحبت میکنی، و نظر من اینه که کسروی کار خوبی را انجام داده و ایشون مثل یک برق 20,000 ولت شک وارد کرده به جامعه ایرانی. ولی بهروز یادش میره به من بگه نتیجه این شک چی بود. آیا یه سری روشن فکر جدید اومدن این کتابای قدیمی رو سوزوندن ریختن دور، رفتن کتابای جدید و کتابای لایک و کتابای دموکراسی و اینها رو پیدا کردن، یا این مثل برق 20,000 ولت که میگید؟ خب دیگه خیلی، خود من برق 33,000 ولت گرفته این انگشتر عروسی و ازدواجم رو آب کرد که با
پوست دستم اصلا بوی گوشت و اینها و با جراحی اون انگشته رو به اصطلاح در آوردن، برق 33000 بود. ولی من و شما میدونیم برق ماشین اینجا 12 ولت بهش میدن، فکر کنم اون ور کویل که الان دیگه از این کویل و مویل و اینا خبری نیست، همش الکترونیکه، میشه 12000 ولت 18000 ولت بستگی به ماشین های مختلف داره. ولی اون برقه با وجودی که یه شاکی بهت میده یه فوشی هم میگی، ولی برق گیرنده ای نیست، شما رو نمیکشه. اگه اینجوری بود تمام این مکانیکای ما باید همشون مرده باشه. در صورتی که آزمایش کردن میگن با 48 ولت به بالا شما ممکنه بمیری، با وجودی که مثلا توی اینجا برق رو کردن 110 ولت که سیفتر باشه، ایمنتر از برقای اروپا باشه و هست، چون گراند هم داره و اینها، ولی هنوز کشنده است این برق و اینها. اجازه بدید من این فیسبوک به اصطلاح این رو بذارم روی روشن میکنم، این اسکایپ رو فقط میذارم که از تلویزیون رنگارنگ اگر میخوان با من تماس بگیرن برای چیز به اصطلاح صحبتی کنن، چند دقیقه اضافتر بریم، چند دقیقه کمتر بریم، یا این که اصلا دیگه الان آخر برنامه از قطع کنیم و این کار رسمه، این داور میتونه از توی اون قسمت با من تماس بگیره. از این بابت ممنون و خوشحالم. خب چیه، شما هم دوشنبه است، تعطیلی تنبلی، شما هم در تعطیلات به سر میبرید، کجا هستید، چه کردید، صحبت کنید و نظرتون رو درباره دوستانی که دین جدیدی رو انتخاب میکنن، دیگه این عذرتون موجه نیست، شما خودت قبول کردی رفتی 3000 سال عقب شدی زرتشتی، حالا 3700 تا سر 700 سال که ما دوستیمونو با شما به هم نمیزنیم، خب رفتی قبول کردی دین مسیحی رو و 2000 سال رفتی عقب، حالا به چه دلیلی من نمیدونم، این دوستان مسیحی یه مقدار شیطنت کردن تا دیدن یه عده ایرانی آواره شدن، اونها هم سوء استفاده کردن از این آوارگی و گفتن که شما ویزا میخوای، طرف گفت بله، گفت بیا ویزا مسیح بهت میده، گفت چه کار کنم، گفت بیا اول بکنم تو این حوض، ما میگیم خزینه ها کثیفه و فلان اینها، اینا این حوضا رو تو مسجدا دارن توی کلیساها طرف رو میکنن توی این حوض، حالا من نمیدونم چقدر بعد با کلور و آب گرم و اینا میشورن یا نمیشورن. در اصل خود من شاهد چند تا از این برنامه‌ای که به اصطلاح غسل تعمید بهش میگفتن تو ایران، نه اینجا میگن بپتیزم، به اصطلاح هست، خیلی هم خیلی ساده، بچه‌شون وقتی کوچولو هست با یه آب از اون فواره اونجا برمی‌دارن می‌ریزن رو سرشون، اینها که بنده چون هیچ علاقه‌ای به این که اولا دینم رو عوض کنم، آخه شما وقتی دینی نداری چجوری میتونی عوضش کنی؟ شما میری ماشین بخری میگی ماشین کهنه‌ام داری که بخوای بدی این ماشین نو بگیری، شما میگی نه. خب پس ما وقتی ماشینی برای ترید این نداریم هیچ احتیاجی به عوض کردن نداری. بله من میتونم بگم که مثلا مادر بزرگ ما، الحمدلله ما پدر و مادرمون روی قسمت دینی و اینها نه با ما صحبت کردن نه فشاری رو ما بود. بله مادر بزرگ بنده قرآن رو بدونه که سواد داشته باشه میخوند، نمیفهمید چی میگه، نه گاهی وقتی هم بنده رو با خودش برمیداشت میبرد روزه و من میدیدم گریه میکنه اونجا. خیلی وقتا ازش پرسیدم چرا گریه میکنه، من که نمیفهمم این چی میگه، علی اصغر کی بوده، علی اکبر کی بوده اینها. بعد خودش به ما بهش گفتیم ننه، گفت ننه جون من به حال خودم گریه میکنم، من 6 تا بچه رو یتیم بزرگ کردم، شوهرش وقتی جوان بوده فوت شده بود بنده خدا آقای احمد سربی، این 6 تا فرزند 3 تا پسر 3 تا دختر رو بزرگ کرده بود، به قول خودش میگفت با خیاطی با بخیه زدن اینها رو بزرگ کردن و این دلش به حال خودش میسوخت. ولی من اونجا که میرفتم میخندیدم، همش هم منتظر آخرین روز روزه بودیم، چون آخرین روز روزه یا شربت میدادن یا فالوده میدادن یا پالوده میدادن، چون این کلمه پالوده بوده، بعدن میگن چون عربا آمدن، مثل که من نمیدونم دوره که عربا آمدن شیرازی ها رفتن براشون پالوده درست کردن، بعد اون گفته اهلا و سهلا این پالوده نیست این فالوده است. یه دوستی برای من فکر کنم کردم باشه نوشته آقا این اعراب نگویید سگ پارس میکنند، این اعراب گفتن گفتن سگ پارس میکند چون ماها پارس هستیم. میگم هی کرد چونی، بیا جلو ببینیم، بیا جلو
شما میدونستی اصلا عربا په ندارن؟ به این پپسی که میخورن کوف میکنن میگن بیپسی، اون وقت به سگ میگن پارس، اقلا میگفتی میگفتن فارس. بعد گفت راستم میگی یا من فکر نکردم؟ گفتم آفرین، ما خیلی وقتا هست که اصلا فکر نمی کنیم و هر چیزی که یه نفر دیگه برامون فرستاد یه کمی به غرور ملیمون بر میخوره، اونو برای دیگران میفرستیم. در صورتی که وقتی یه چیزی میفرستن شما باید اول تأمل کنی، بعد بری روش مطالعه کنی، بعد ببینی درسته برای دیگران بفرستی. نه هر آشکاری رو فرستادن شما برای دیگران بفرستی، وقتی هم یه نفر گفت اینجوری بگید ولی من اینو نگفته بودم، ولی شما که میفرستی انگار این که شما گفتی. درسته که میگن به اصطلاح نامرسان یا پیام آور رو نکشید، که دیدیم کشتن از قهر، از سنگ، چی میگن، از زمان اهل عجل، چی میگفتن، عهد قدیم همین کار بوده، هر کسی آمده یه چیزی گفته خدا به من گفته این، یا فلانی گفته این، طرف زده کشتن. حتی پیام شاهان و اینها رو که برای همدیگه میبردن این احمقای دیکتاتوره، حالا چه شاه بوده چه سلطان بوده چه نماینده مردم بوده، سر طرف رو میبریده. به جایی که به این یه جایزه بده، بگی زحمت کشیدی برو به اون پدر سوخته بگو که من فلان روز شما رو در میدون میبینم و پدرتو در میارم، سر هم دیگه رو میبریدن. این شماره تلفنی که اینجا میبینید یه روزم گویا ما اشتباه گذاشته بودیم، چون ما یه شماره تلفن دیگه ای داریم که داخلش یک هست، گویا این رو به جای 202 که ایریا کد و پیش شماره واشنگتن هست، آخرش رو ما به جای 73 گذاشته بودیم 71. حالا من درست براتون میخونم، اونایی که احتمالاً سر کار هستن تصویر رو نمیبینن یا فارسی نوشته ممکن درست خوانا نباشه، اینها 202-695-2573 میتونید زنگ بزنید، پیام بزنید، ما پیاماتون رو پخش میکنیم. در موردش ما همیشه این حق رو برای خودمون رزرو میکنیم که بیایم صحبت کنیم. و اما من چون این یک ساعت به صورت اضافه است و برنامه فوق‌العاده است، معمولاً به اون صورت براش چیزی تهیه نمی کنم، چون برای برنامه 2 تا 4 خودم تهیه کردم، توی پوشم گذاشتم. من میگم 2 تا 3 تا تاپیک، 2 تا 3 تا موضوع روز رو، که یکیش الان با وجودی که چند مدت ازش گذشته ولی همون برجامه، قرارداد یا توافق یا هر چیزی که شما میخواین اسم بذاری بین ایران و آمریکا، هی میگیم بین ایران و 5 به علاوه 1، ولی حقیقتا بین ایران و آمریکا بوده. و الان هم میدونید آقای ظریف یه مقداری ناراحت از دست کری که آقا ما از این ور میایم یه ساعت منت شما رو میکشیم، دوست میشیم، آشتی میکنیم، تا سوار میشیم میریم، شما وای میستید فوش وضعیت میکنید، آخه ما ایرانی ها رو چرا گذاشتید توی این ویور ویزا؟ پس این شد یه موضوع، تحریم ها یا ماجرای این قرارداد برجام، پول ایران را آزاد کردن، این یه موضوع. موضوع دومش این ماجرای ویزا ویبه. باور کنید من اگر میتونستم پیدا کنم، سرچ کنم، میآوردم برنامه هایی رو بهتون نشون میدادم که من سالها پیشم اعتقاد و باورم بر این بود که آقا این دو پاسپورتی هیچ چیزی به غیر از سوء استفاده برای آدم های قاچاقچی، برای تروریستا، برای آدم های چیز نداره. اونایی که معمولی هستن شما ناراحت نشید، هی بگه ای بابا ما اگر 2 پاسپورت نداشته باشیم ایران نمیتونیم بریم، نمیدونم کشور خودمون نمیتونیم بریم. میتونید برید. شما حقیقتا شدید شطور مرغ. هر وقت میگن بیاین تخم بذارید میگید ما شطوری، هر وقت میگن خب بیاین ما گوشتتون رو چیز کنیم پرواز کنیم میگیم ما مرغ. از این چیزها دیگه خودتون میدونید، شطور مرغ که میگن نه بار میبره نه تخم میذاره نه گوشتش رو میشه استفاده کنید. درست شطور مرغ گوشت خوبی داره، تو ایران هم شنیدم خیلی الان دارن پرورش میدن. ببینید من فکر میکنم سیستم دنیا باید اینجوری باشه، شما اهل این کشوری وقتی سنت به سن قانونی میرسه پاسپورت بهت میدن تا به کشورهای دیگه بگن آقا این سوربی شهروند ایرانه. حالا کشور دیگه اگه شما میخواین به این ویزا بدید بیاد اونجا، وظیفه شماست برید تحقیق کنید، اگه ما رو قبول دارید ما یه سری سابقه داریم درباره این گذشته شو اینها بهت میگیم، اگه ما رو قبول نداریم خودتون خرج کنید برید تحقیق کنید. حالا این سوربی از مرز ایران میاد بیرون، میاد یه مرز یه کشوری،
کشور گل 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 هرچی یه مدت میمونه میگه اینجا جای خوبی ها، کاش که میشد من اینجا زندگی کنم. به این به نظر من اقامت دائم بدن، پاسپورت ایرانیشو نگه داره، اقامت دائم اروپا یا آمریکا رو داشته باشه. حالا ما میایم اینجا، اینجا شروع شطور مرغ شدنه. میگیم ما کاش که میتونستیم پدر مادرمونم بیاریم. میگفتن خب اگر سیتیزن بشی زودتر میاری. چطور سیتیزن میشیم؟ اینجوری، برو یه پاسپورت بگیر. میرفتیم یه پاسپورت دیگه میگرفتیم، حالا بعدم فیلمون هوس هندوستان میکرد. حالا که پاسپورت گرفتیم و اینجوری هست و اینا، کاش که میرفتیم ایران. هی میرن ایران، هی برمیگردن، هی میرن ایران، هی برمیگردن. یکی میگه آقا ایران نمیشه زندگی کرد، یکی میگه آقا ما اینجا داریم بی خود عمرمون رو تلف میکنیم. زمینن خانم مسیحی گرامی و بزرگوار من، خواهر عزیز من، من کی دلم سوخت برای این خانواده انگلیسی که خواستن بیان اینجا $60,000 خرج کردن، که شما دروغ میگید که سوربی گفته آخه این بیچاره ها $60,000. من میگم که تازه شما اگه $60,000 تا یکی $60 میلیون هم خرج کردی، باید بدونی که هر ویزایی هم بهت بدن، اون موقع وقتی میخوای سوار هواپیما بشی یا وقتی سوار هواپیما شدی آمدی اینجا، اونی که اینجا پاسپورتتو ازت میگیره، کاغذ ویزاتو میگیره، اون حق داره ریجکتت کنه. یعنی بگه من کنسولگری کشور خودمون رو، نه که بگه قبول ندارم، بگه اون موقع به شما این ویزا رو داده، الان من با شرایط امروز فکر میکنم شما شخص شایسته و بایسته نیست. بعد خواهر گرامی، نازنین من، نظر خودت رو بگو. این سوربی رو ول کن، خودتو داری میکشی برای سوربی و دیگران. شما نظر خودت رو بگو. اگر قبول داری که سوربی مردم نظرش رو شنیدن، حالا شما وقتی میای دوباره نظر سوربی رو میگی، داری تبلیغ میکنی برای سوربی. بیا نظر خودت رو بگو. چرا؟ که اگر سوربی با اون دسیسه‌هایی که داور و دنیا و واشنگتن و CIA و FBI و نمیدونم MI6 و همه اینها دسیسه کردن، بنده سه‌شنبه تصادفی رفتم تایسن کنه ایشون رو دیدم بعد از سالها، شما اون رو خونسا کنی. با چی؟ با مهر، با محبت. من دیروز عاقد یه عقدی بودم و متن رو الان انداختم بیرون، کاش بود میخوندم براتون. و این ماجرای مهر توی اون بود که به نام نمیدونم خدایی که مهر را آفرید. و از این ماجرا، شما با مهر و محبت، کلمه مهر آفتاب دیگه، نه؟ این نور آفتاب رو در دل مردم روشن کن، بعد مردم بگن عجب خانم خوبیه، با شخصیتیه. بعد یواشکی بهشون بگو راستی من مسیحی هستم که اینقدر خوبم. بعد مردم میگن بابا ما بریم مسیحی بشیم. ولی دوستان، بیاین راجع به این دینا یه مقداری فکر کنیم، برای خودمون دشمن زیادتر پیدا کنیم. چرا اینا همشون میگن شبان هستن، همشون میخوان شما رو رستگار کنن. آخه چجوری جیززی که خودش رو نتونست نجات بده میخواد منو رستگار کنه، به انسانیت برسه؟ خمینی هم گفت ما شما رو به انسانیت میرسونیم، ما فقط پول آب و برق و نون و اینا رو نمیدیم که. ما اینجا کلیسا زدیم، ما فقط به شما ویزا و اقامت نمیدیم که، ما شما رو رستگار میکنیم، آدمتون میکنیم. یعنی شما آدم نیست و من شبانتم، این عیسی، این موسی. حالا چه کار میکنم؟ حالا میخوام تو رو که بره هستی پرورشت بدم، خوراک خوب بهت میدم، صحرای خوب میبرم، ولی یادمون نیست که آخر این خوراک و چرا و اینها کجاست؟ سلاخ خونه. دوست عزیز سوربی هستم، برنامه زنده است، بفرمایید. جناب سوربی، ضمن عرض درود خدمت شما و همچنین تمام بینندگان محترم، ما اگر به طور کلی دین رو کنار بذاریم، متوجه میشیم که گرایش طبیعی انسان ها گرایشی هستش به طرف انحراف اخلاقی و جنسی. انسان ها به طور طبیعی مایل هستن که هر کاری که دلشون بخواد انجام بدن و هوسرونی بکنن، هر کاری که دلشون میخواد. و در این مسیر اشکالی که پیش میاد این هستش که تا
تجاوز به حقوق افراد دیگر پیش میاد، که حالا وظیفه دین این هستش که یک نظام درونی در یک شخص ایجاد بیاره که از این انحرافات جلوگیری کنه. اگر دینی، هر دینی که فرض کنیم انتخاب بکنیم، هر دینی، مسیحی باشه یا اسلام باشه یا دین هر ادیان دیگه، اگر این نظام درستکاری رو در یک شخص ایجاد نکنه، این دیگه و از این انحرافات جلوگیری نکنه، دیگه این دین نیستش. بعد در حال میرسیم به همین مسئله کلی که درستکاری در طرز فکر باشه و درستکاری در کنار در رفتارمون باشه و در کردارمون باشه، کردار باشه و گفتارمون باشه، که همون میشه همون اصل سپنداری زردشت. من ممنونم از شما. خود شما دوست دارید بگید به دوستان که باورتون چیه؟ این کلا دین و مذهب بدونید که مذهب یعنی روش زندگی کردن. این من هر کی ازم سوال میکنه که آقا چون اسمم، هر کی ازم سوال میکنه که دین چی هستش، من میگم من یونیورسالیست هستم. یعنی چی؟ یعنی این که من به تمام جهانگرا میشه چی میشه؟ یعنی یونیورسالیست یعنی کسی که به تمام ادیان احترام میذاره، چه مسیحی باشه چه اسلام باشه. بعد پوینت میکنه و اشاره میکنه به یک خدایی که آفریننده تمام کل دنیا هستش و آفریننده من هستش و دیگران هستش، و بعد یک اصل نظامی هستش که به حقوق دیگران تجاوز نکن. اگر میخوای که کسی به تو دروغ نگه، به کسی دروغ نگو. اگر میخوای که باید خوب رفتار کنن با مردم، خوب رفتار کن. و من ممنونم از شما. این آرامشی که در صحبت شما هست، این هم از همون اعتقاد یونیورسالیسمتون میاد؟ خیلی متشکرم. بله، من فکر در این زمان بود که فکر میکردم که دنیا حساب کتاب نداره و خب آدم هر کار دارش میخواد میتونه انجام بده و مهم نیستش. ولی آمریکایی هم یکی در اون مثل داره، میگن what goes around comes around. یعنی من متوجه شدم که هر کاری که انجام دادم، چه خوب یا چه بد، نتیجهشو بعدن دروغ کردم. اگر به کسی دروغ گفتم و بهش بدی کردم، بعد از یه مدتی من دیدم این همون واقع سر خودم اومده و مثل این که یک نیروی به من داره میگی بابا کار حساب کتاب داره، اینجوری نیستش که تو فرض کنی هر کار دارت میخواد انجام بدی. و برکم خوبی کردم، بعد از یه مدتی نتیجهشو دیدم که و خوشحال شدم از این بابت. و بعد تصمیم گرفتم که خب این چه کاری که من بیام یک دینی توهین کنم. حالا مثلا فرض کنید یک چینی که خب دودایی هستش، نه طرز فکرش هر چی که هستش، اون یه خدایی برای خودش داره و داره پرستشش میکنه. من چه کار دارم که بیام به زور بخوام فکر این آدم رو عوض کنم، بگم نه تو حتما بایستی به الله مثلا معتقد باشی یا بله. ممنونم از شما، خیلی قشنگ گفتی. اتفاقا توی مغز من یه تاپیک درست کردید که من این رو برای یه برنامه دیگه بذارم. چون شما گفتید من به همه ادیان احترام میذارم، میخوام بعدم بیام بپرسم که آیا تمام ادیان احترام پذیر هستن؟ مثلا اونی که اگه فکر میکنه شما کافرید شما رو میخواد بکشه، جای احترام دیگه برای خودشون باقی نمیذارن. دقیقا درست میفرمایید. برای اینکه مسئله تعصب متاسفانه مسئله خیلی بدی هستش. تعصب یعنی این که من بگم نه، فقط اون چیزی که من میگم اون درسته و بقیه اشتباه میکنن، در صورت که دنیا طبق اون اصل نظریه آینشتاین یک ریلاتیوی هستش، یعنی نسبیت هستش. یه نسبیت من. یعنی چیزی که من فکر میکنم که دقیقا درست هستش، ممکنه و صد درصد هم اینجوری هستش که ممکنه غلط باشه از دید شخص دیگه ای، و اونم دلیلای خودشو داره که چرا من غلط فکر میکنم. آقا خیلی ممنون، من از شما خیلی یاد گرفتم. اصلا خواهش کنم روزای دیگه هم بیان صحبت کنید، چون این چیزی که شما گفتید باز یه نکته دیگه ای برای من پیش آورد که دوستان از خودتون سوال کنید چه سالها بوده، چه سنینی بوده که ما فکر میکردیم کاملا متوجه میشیم و میفهمیم، بعد از چند مدت دیدیم که اصلا در اون قسمت اشتباه کردیم و نمیفهمیم. من از شما ممنون و متشکرم و از اینکه تو برنامه شرکت کردی سپاسگزارم. خواهش میکنم.
منم از شما متشکرم که به من وقت دادین و روزتون بخیر. مرسی عزیزم، به امید دیدم. خدا نگهدار. خدا. خب ببینید دوست عزیز، دوستان، شما خودتون اونایی که دوست اون خانم مسیحی هستید واقعا باهاش تماس بگیرید، اونایی که دوست اون دکتر هستید که این دکتر خیلی آگاهی داره، ولی این عصبانیته به جایی میرسه که داور بهش میگه آقا تو اینقدر داد میزنی که آدیو دیسترب میشه. وقتی ببینید اون کسی که نشسته پشت این دستگاه های آدیو یه چند تا نقطه سبزه، بعدش زرده، بعدش قرمزه، تا روی زردم طرف تحمل میکنه، میگه خب صداش بلنده، صداش کلوفته، صداش کوتاهه. ولی شما وقتی همین جوری دائم روی قرمز صحبت کنی، اونی هم که نشسته اونجا میگه بابا من سردرد گرفتم. ولی این آقا، تو رو خدا اینو بعدن توی بازپخش توی آرشیو برید ببینید، حسن آرشیو اینی که شما میتونید برش گردونید عقب دوباره گوش بدید، ببینید چند تا مطلب رو گفت. میگه من برای مدتی مثل این سوربی هورهوری مذهب بودم، گفتم آقا این کشک چی، پشم چی، خدای چی، نظام چی، طبیعته. بعد دیدم نه، یه نظمی هست. حالا اسم این نظمه رو یونیورسال میخواد بذاره، اسم این نظمه رو نمیدونم، بعضی حتی متریالیستم، فقط چیزای اتفاقا امروز با یکشون صحبت میکنم، ولی نه تو این برنامه، تا روزی که پول نده نمیتونه تو این برنامه برنامه داشته باشه. در اصل شما ببینید، ایشون گفت که من به این نتیجه رسیدم what goes around comes around. این آمریکاییه، ضرب المثل آمریکاییه. ما به ایرانی میگیم با هر دستی که بدی با همون دست پس میگیری. بعد از این ور دیدیم بعض وقتا یه خوبی میکنیم، طرف بر میگرده یه بدی در حقمون میکنه، آدم ناراحت میشه، افسرده میشه. بعد چند مدت که ازش میگذره میبینیم که بابا اون خوبی که کردیم واقعا ثمرش رو دیدیم، و این بدی هم که این انجام داده حقیقتا بدی به اون صورت نبوده، برای ما تو زندگیمون کار بهتری هم شده و اینها. اینم میرسیم به اونجایی که میگه تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. در صورت من ممنونم، شما روز منو ساختی، با وجودی که گفتم دوشنبه بود و خسته بودم و تنبل بودم و هم این برنامه کریسمس، هم من برای اولین بار بود که دیروز عاقد یه مجلس عقد و ازدواج دوتا جوان بودم، بهشون تبریک میگم و خیلی خوب شده. اینها دیگه میان میگن آقا ما از دوستمون استفاده میکنیم، ما از پدر و مادرمون برامون بخونن، احتیاجی نیست ما پول بدیم به پریست، اونم هی از این شال و کلاه و بوق و نمیدونم عصا و اینها بگیری دستش. همه اینها نشونه اینه که اونها میخوان بگن ما از شما بزرگترین، از شما بالاترین، به خاطر همینه این بوقاشونو دراز میکنن، کله عمامهشونو اینجوری آخوندها بزرگ میکنن، میخواد بگی من کله گنده تر از تو هستم. ایرانی هم چه کار میکنن برایش؟ فکر کنم مولویه رفته شعر ساخته که ماهی از سر گنده گردد، نیز دوم فتنه از امامه خیزد نیز خود. تا اون میره با کله گندش، چون توش چیزی نیست، دورش رو یه پتو، یه ملاف، یه پارچه میبنده، میخواد بگه من مغزم و کلم از شما بزرگتره، ایرانیه برایش یه شعر میگه، روبروش وای میسه. خب حالا آقای بهروز عزیز از کانادا، آیا شعرهای مولوی رو هم باید بسوزونی؟ شعرهای خیام هم باید بسوزونی؟ خب کسروی از اینا بدش اومد، یکی دیگه پیدا میشه از فردوسی بدش میاد، یکی دیگه پیدا میشه از خیام بدش میاد، همه اینا رو یکی یکی باید بسوزونی؟ نه عزیزم، باید باشن اینها. اون بیاد بگه به نظر من حافظ مثلا آدم محافظه کاری بود، بعد شما نگاه میکنید، بعد بهت بگه که حالا اگه میخواید بفهمید حافظ چقدر محافظه کار بود، برید خیام رو بخونید، ببینید چجوری بیپروا درباره خدا، درباره شاه، درباره شما، درباره من صحبت میکنه. من نظرم اینه، ممکنه من اشتباه کنم، ممکنه شما درست بگی، اون برق 20000 ولت رو میخوای به هممون وصل کنی، هممون رو برق بگیری، ولی نکن تو رو خدا بهروز. من فکر کردم تو یکم یه چیز هستی، آدم متعادلی هستی، بعضی وقتا میبینن که یه دفعه تندرو میشه. خب ایشون گفت که ذات بشر یک گرایشی داره به طرف، ببین یه بیننده خوب که تماس میگیره، اصلا برنامه که برات برنامه تو رو که خوب میکنه، هیچی برنامه سازت هم میشه. ایشون میگه که ذات بشر
یکی گرایش داره به بدیها، این بدیها و اینها باعث میشه بعدن خودپسند بشه، سلفیش اینجا میگن خودپسند بشه، با اون خودپسندیش باعث میشه به حقوق دیگران تجاوز کنه. شما وقتی خودپسند میشی میزنید توی صف، رانندگی که میکنید میرید اون کنار، بعد میان جلو مردم تجاوز میکنید. اولش خودپسند میشید، خودتون بالاتر از دیگران میدونید، بعدن تجاوز میکنید به حقوق دیگران. بابا طرف 10 دقیقه زودتر از شما اومده وایساده اینجا، مثل آدم وایسا اینجا، مثل انسان نوبتت که شد بگیر برو، چرا میری میزنی جلو او؟ که اونم بره پیش خودش بگه آخه این انسانها چرا ظلم میکنه. آیا یه برنامه دیگه، شما قبول دارید که ذات انسان خود به خود از روز اولی که حالا یا خدا آفریدتش یا نمیدونم توسط این فرضیه داروین از نمیدونم تکسلولی یا اینها درست شدیم، به خودی خود بدگرا بوده، به طرف بدی ها میرفته؟ چند روز گذشته یه عکس بسیار خوشگلی رو از یه خانمی گذاشته بودن، خانمه لخت بود ولی هیچ جاش پیدا نبود، این موهاش رو ریخته بود روی سینه هاش، یه سیل هم دستش بود، خیلی خوشگل، یه دختر جوانه خیلی خوشگل. بعد نوشته بودن که اگر حوا این بوده و آدم به خاطر این سیب رو خورده و از بهشت آمده بیرون، خدایی شما اگه بودین سیب رو نمیخوردید، شما از بهشت بیرون نمیمدید؟ گفتیم والا چرا، حقیقت رو گفته دیگه، خداییش حقیقت رو بگید. خب دوستان عزیز، این رو براتون نوشتم، نظر اونهایی رو میخوام که دو پاسپورتی، نظرتون چیه؟ شما هم فکر میکنید که این اتفاق بده، حقتون ضایع شده، یا شما فکر میکنید هر کسی حق داشتن یک پاسپورت و شهروند بودن یک کشور رو داره، ضمن این که میتونه تو کشورهای دیگه اقامت دائم نه موقت داشته باشه، میتونه اقامت دائم داشته باشه. من حقیقتش فکر میکنم که همه دنیا این پاسپورت و اینها رو باید بندازن دور، این خطایی که کشیدن بین این کشور، والا نه بلا کمونیست نیستیم، جهان وطنی نیستیم، اصلا بلد نیستم، ولی فکر میکنم اینها کی شروع کرده؟ روز اول نمیدونم این بوده و اون، روز بعد اومده اون تیک تیکش کرده، روز دوم اومده و اون تجاوز کرده، هی خط کشیدن، هی نقشه ها اینجوری بزرگ میشه عوض میشه. برید تاریخ ایران رو نگاه کنید، ببینید نقشه امپراتوری ایران که از نمیدونم کجا میرفته تا کجا چجوری هی طی زمان عوض میشه، اون میاد یه تیکش میبره، این میاد یه تیکش میزنه. من میگم این کره به این قشنگی به این زیبایی که داریم خطی روش نباشه، هر کسی هر جا دوست داشت بره زندگی کنه. آقا یه کسایی هستن عاشق هوای سردن، یه کسایی هستن از هوای سرد بیزارن، آقا اینو بذار بره خوزستان زندگی کنه، اونی که عاشق هوای سرده بره یاسوج زندگی کنه. چه کار دارید به اینا؟ هی میگید تو اهل اینجا نیستی، باید نمیدونم مالیات بدی، باید پول تم بدی، پول این هم از این. خب بذارید حالا که دوستان تنبل هستند و تماس نمیگیرن، ما یه چند تا چیزی رو که توی برنامه قرار بود براتون بخونم، تو برنامه خودم الان بخونم، ما 17 دقیقه دیگه با شما هستیم. میگه که آهان، یه دوستی از من سوال کرده که آقا من رو فیسبوک شما میبینم که 7700-800 نفر هستن، آیا اینها که برنامه شما رو میبینن، نوشته های شما رو میخونن، شما میدونید چند نفرشون از منطقه لس آنجلس یا کالیفرنیا هستن؟ براش نوشتم که سوال بسیار خوبی کردید. چرا سوال بسیار خوبه؟ چون من تا امروز بهش فکر نکرده بودم. یوتیوب و ایمیل و اینها به شما یه آماری میده که بله امروز از چینا یه نفر تماس گرفت، امروز از ژاپن محسن تماس گرفت، الان هم دیگه یا قهره با ما یا نیستش، نمیدونم امروز از کره جنوبی یه نفر تماس، قشنگ اینا رو نشون میده، یه نقشه یه بد نشون میده کجا بیننده بیشتره کجا کم. فیسبوک رو من هیچ وقت چون این سوال به مغزم خطور نکرده بود نمیدونم، میپرسم از شمایی که میدونید چجوری از کجا میشه بریم ببینیم که بیننده و شنونده و خواننده ما بیشتر کجا متمرکزه. روی اینترنت مردم تیوی میدونم که بیشترین بیننده رو ما داریم در منطقه کالیفرنیا و در منطقه کانادا، توی ایران و جاهای دیگه به خاطر تنگ چشمی، به خاطر بخیل بودن، به خاطر احمق بودن دیکتاتورها داره اینترنت فیلتر میشه.
البته یه عده هستن، یه مقداری پول دارن، یه مقداری دانش دارن، به وسیله اون پول یه چیزی میخرن یا به وسیله دانششون خودشون یه کاری میکنن، فیلتر شکن میکنن. اگه اشتباه نکنم تلویزیون رنگارنگ یه مدت فیلتر شکن رو در اختیار مردم میذاشت. اگه کسی خبر داره یا اگه آقای داور صدای من میشنوه، اگه فیلتر شکنی دارید آقای داور به من بگید تا روی وبسایتتون به مردم نشون بدم که میتونن با این فیلتر شکن. البته داور نگرانی نداره چون تلویزیونش روی یوتلسات پخش میشه در ایران، میگه خب اگه اینترنتشون هم نگرفت میتونن از آسمان به اصطلاح استفاده کنن و از ماهواره و دیش. دوستان خیلی از ماها این کلمه را اشتباه میگیم. اولا میگیم ما ستلیت داریم، ما ماهواره داریم. نه، نه شما ماهواره داری نه من ستلیت دارم، من و شما دیش داریم یا این سینی. این دیش ظرف معجومه میگفتن توی شیراز، نمیدونم به شما چی میگن، توی شهر شما چی میگن. این دیش توی ایران، توی آمریکایی چیزایی بود که اولا خیلی هم بزرگ بود، حالا کوچیک شد و اینها. من یادم خودم این تلویزیون رنگارنگ یه چیز چند فوتی 180 سانتی متری گذاشته بود تو حیاتش که کشورهای دیگر بگیره. الان خیلی کوچولو شده، اونم داره از بین میره. من و شما یا دیش داریم یا سینی داریم، ما ماهواره و ستلیت نداریم. سوربی هستم دوست عزیز، بفرمایید. جناب سوربی دیدیل شما، شما آدم بشو نیستی، این همه زحمت میکشی زنگ میزنی من با یک کلیک قطع میکنم، ولی بازم ممنونم که نشستی نگاه میکنی. امروز یه ایمیلی به دست من رسید از آقای رضا شیرازی. آقای رضا شیرازی وقتی در آمریکا بود اینجا یه مقداری فعالیت رادیو تلویزیونی داشت و اینها، بعد الان رفته ایران و از ایران با آقای کنت تیمرمن تماس گرفته. آقای کنت تیمرمن خودش میگه من یک مسیحی کلیمی هستم، که اینم من باید یه روز دعوتش کنم. دو بار تا حالا باش مصاحبه کردم، ازش بپرسم آقا دیگه این مسیحی کلیمی هستم، چون خیلی هم پیدا شدن تندروهای مسیحی که اینها میگن ما مسیحی کلیمی هستیم، مسیحی یهودی هستیم، این دیگه چه صیغه‌ایه؟ شما اگه مسیحی هستید، خود حضرت عیسی به اون عیساییش اونجوری که تبلیغ کرد و اینها، تا اونجایی که من میدونم، شاید دانش من درباره دین مسیحیت کامل نباشه، تا اونجایی که تبلیغ کرد این بود که میگفت بابا این یهودیت و اینها برای اون زمان خودش خوب بوده، دست ببر شلاق بزن، دختر باکره اگه نبود نمیدونم فلان کن. دوستان یهودی که فکر میکنید فقط اسلام اینجوری بود، نه عزیزم اونم بود. بعد بیاین مسیحی بشید. چرا مسیحی بشید؟ برای که اون کلاس اول و دوم و پنجم و ششم بوده، حالا بیاین دبیرستان. دیگه شما وقتی میرید دبیرستان که اسمشو دوباره نمیذارید دبستان، اسمش عوض شده. حالا آقای کنت تیمرمن میگه من دبیرستانی هستم که هنوز دبستانم میرم. این رو من میخوام بپرسم یعنی چی؟ این چه صیغه‌ایه؟ شما میخوای ارادتت رو به دوستان یهودی نشون بدی که حمایتت کنن تو انتخابات، که متاسفانه این کار رو هم بلد انجام نمیدن. شما تا حالا چندین بار برای مقام‌های مختلف ران کردی، تلاش کردی، خودت رو نامزد کردی، خرج کردی، ولی دیدید که رأی آنچنانی نیاوردی. یه دوستی ما داریم، همین آقای کامران عطابکی، مجری تلویزیون بود و یه مدت هم میگفت رئیس جمهور میخوام بشم و اینها، و این نمیدونم حالا خودش یا خانوادهشون کلن رفتن مسیحی شدن. یه دوست دیگه داریم که ما هر وقت میریم نهار میخوریم کباب بازار و دور هم جمع میشیم و اینها، اون میگفت که به این گفتم آخه بیچاره تو که رفتی عقب یه 2000 سالی مسیحی شدی، یک 2000 سالی دیگه میرفتی عقب اقلا کلیمی میشدی تا کلیمی ها یک کمکی بهت بکنن وضع بیزینس و اینها، ولی تا اونجایی که من میدونم کلیمی ها به این سادگی شما رو توی دین خودشون راه نمیدن. یکی از دلایلی که بعضی ها آقای اجلالی هی میگه که چرا کلیمی ها بعد این همه سال و این همه قرون و اینها هنوز 18 میلیون بیشتر نیستن، اینه که خیلی سخت میگیرن، حتی ازدواج که میکنن سعی میکنن ازدواج ها داخل خود کلیمی ها باشه. دوستان کلیمی بدتون نیاد، اینی که قیافه کلیمی ها از دور یه مقداری مشخصه، دلیلش اینه که بیشتر ازدواج های خودی میکنن.
اون حضرت محمد وقتی آمده بوده با وجودی که گفته بوده پسر عمو و نمیدونم دختر عمو عقدشون تو آسمان بسته شده و اینها، این چون تاجر خیلی زبلی بوده یه جا گفته بوده که اگر ازدواج ها در قبائل مختلف باشه این افرادی که از این ازدواج ها به وجود میان بچه ها تولید مثل یا تولید نسل اینها، لطف کنید پیام بذارید، دیگه الان آخر برنامه است، من این 10 دقیقه رو با شما باشم، لطف کنید پیام بذارید و اگر شما دیر آمدی احتمالا برنامه رو ندیدی، اگه برنامه رو ندیدی پیام بذار یا وقتی که دیدی در رابطه باهاش صحبت کن و پیام بذار. من خداییش براتون بگم، ببینید شما، آره محمد گفته بوده که برید توی اقوام مختلف دورتر از سرزمین های دیگه ازدواج کنی، البته اون خیلی زبل بوده، اون موقع فکر گسترش اسلام بوده. چرا؟ میگه شما وقتی میری ازدواج میکنی باید اون رو به دین اسلام بیاری و این کار رو میکرده. من صدای این میمندم، شما هر چی دلت میخواد زنگ بزن، مزاحم دوستان نشیم، پیام بذار دوست عزیز، پیام بذار، اگه میخوای آدم بشی پیام بذار. خب این از این. در رابطه با این برنامه های زنده و اینها، شما دیدید یه مدت یه کار رو انجام میدید، باز برگردم به این دوست خوبمون که نمیدونم از بالتیمور مثل که تماس میگرفت که واقعا مرسی برنامه رو ما رو ساختی، یه مدت یه کاری رو انجام میدی فکر میکنی این درست‌ترین کاره، بعدا میگی نه بابا اینو میتونم بهترم انجام بدم، من این کار تلفن و تلفن بازی و عصبانی شدن و فوش دادن و همیشه فکر میکردم من بهترینم، من حق دارم، اون نمیفهمه، اون احمقه رو انجام دادم دوستان، سالها هم انجام دادم، از 98 انجام دادم تا 2007-8. بعدا دیدم نه آقا، این به غیر از این که معنی آزادی نیست، این درست معنی همون چی میگفتن شیر تو شیر و به اصطلاح غیر منظم بودن و اینهاست. اگه من تو آمریکا زندگی میکنم آزادی نیست که من بلیت بخرم برم تو سینما اونجا که همه نشستن با زن و بچه و فرزندشون، حالا دیگه از دست این دوست مسیحیمون نمیگیم زن و بچه مردم، فریاد بزنم که آی آتش آتش، همه فرار کنن رو هم بریزن دست پاشون بشکنه، بعد 2-3 نفر اصلا ممکنه سنگکوب کنن، بعد که پلیس میاد منو میگیره میگه آقا کجا آتش بود، میگم هیچ جا نبود، من میخواستم آزادیمو امتحان کنم، I wanted to express my نمیدونم freedom یا opinion. این نیست دوستان عزیز. من فکر میکنم این سیستمای تلفنی و اینها، بله یه عده هنوز میخوان وایسن با اون سیستم، گود برای اونها، برای اونها خوب، اونها میتونن، تحملشون شاید زیاده، شاید بنده تحملم کم شده، آدم ها وقتی سنشون عوض میشه تحملشون کم میشه، یه چیزی ممکنه مثلا دانش و اینها زیاد بشه، قدرت بدنیش کم بشه، شاید اینجوری شدن، ولی در هر صورت من فکر میکنم که اون راهی رو که انتخاب کرده بودم درست تر بود و نباید قول میدادم به آقای داور که من تلفن رو باز میذارم و حقیقتا بیام اینجا. 2-3 تا اشکال بزرگ داره وقتی شما برنامه‌ت رو بر اساس زنگ زدن بیننده ها تنظیم میکنی، خودت تنبل میشی، دنبال تاپیک موضوع نمیری و میگی خب ما باز میکنیم، دوستان میان، آمدن نیامدن، به اصطلاح از روی خبرها میخونیم و اینها، ولی وقتی که منتظر اونها نباشی، بگی من قراره 1 ساعت برنامه داشته باشم، میرم در مورد این موضوعات صحبت میکنم، مینویسم، مقاله جمع میکنم، اینها مغزت رو ماساژ میدی، مغزت رو باهاش کار میکنی، آماده میکنی، اون وقت میای وای میسی صحبت میکنی، اون وقت دوستان اگر برای خودشون ارزش قائلن برای گفته های شما که بهشون گفتی، اگر مخالف بودن میخوان مخالفتشون اعلام کنن میان میگن، حتی موافقین هم باید شرکت کنن و بیان بگن که من نظرم با شما در این قسمت کاملا موافق هست. من 1-2 تا ایمیل و اینهای دیگر براتون میخونم، نوشته هایی که گذاشتم، موضوعاتی که گذاشتم. امروز این دوستانی که فعالیت میکنن نوشته بودن که متاسفانه ماه گذشته، نه نوشتن این ماه هنوز تموم نشده، این ماه ماه خوبی برای اونهایی که فعالیت میکنن که ایران و آمریکا بتونن با هم دوست باشن، صلح باشه و از طریق این دوستی من باور میکنم که اون دیکتاتورشیپی آخوند از بین میره.
شما ببینید دیکتاتورشیپی شاه در اوج دوستیش با آمریکا از بین رفت. یعنی وقتی که باز کرد این رابطه رو با آمریکا، وقتی که آمد به اینها گفت که شما بابا چیزی نمیفهمین، من از شما چشماوی ها بیشتر میفهمم و اینها، اون وقت مردم هی آگاه شدن که بابا تو آمریکا اینجوریه، این شاد چی داری میگه، آقا تو قیمت نفت دخالت میکنی، نمیشه که شما از پشکل تا بمب اتم رو بدونی، توضیح بدی، تعریف کنی بدون اینکه درس خونده باشی یا جایی رفته باشی. سربی هستم دوست عزیز، بفرمایید. این باز دوباره شما تا 416. اگر شما صدای منو میگیری و میبینی که ما اینجا صدای شما رو نمیشنویم، دوست عزیز این تلفنی که داری ممکنه از این تلفن‌های کامپیوتری باشه و شما درست ست کردن، یعنی اساین ست، درست بهش نگفتی که از کدام میکروفون استفاده کن، از کدام بلنگو استفاده کن. بله میکروفون شما بهش وصله ولی کامپیوتر نمیدونه. کامپیوتر هم مثل آدم 9 تا سوراخ داره، بشمارید 2 تا 4 تا تا همینجور برید تا پایین، 9 تا سوراخ داره و هر سوراخش برای یک کار به خصوصی. اینه که شما اگر یه چه میدونم خوراکی چیزی یکم اشتباهی بره تو اون سوراخ هوا، ببینید چه مکافاتی میشه، طرف میخواد بمیره. اصلا شما من فکر کنم به قول معروف سوراخ دعای این اسپیکر رو میکروفون تو اینها رو خیلی هم زحمت میکشه، هی زنگ میزنی ولی ببینید حتی اگه من جواب نمیدم میره رو پیامگیر، شما اونجا هم پیام نمیتونی بذاری، یا اگه میذاری ما صدایی نمیشنویم، مشکل از شماست. امروز یه دوستی زنگ زد گفت تلویزیون مردم قطعه، گفتم نه، بعد گفت که من نمیگیرم، گفتم صفحه تو ریفرش کن، گفت بابا اونی که من بلدم، گفتم خب بذار ببینم شاید قطع باشه، رفتم زدم اینجا داشت صحبت میکرد، حالا خدا پدرش بیامرزه، تا این صدای صحبت کردن رو شنید گفت بذار ببینم شاید کامپیوتر من این سوراخ مراقاش یه چیزی اشتباه باشه، سیمی شل شده باشه و اینها، و گفت حالا درست شد. بعضیا هستن زنگ میزنه به من میگه آقا تلویزیونت امروز قطع، میگم والله بذار ببینم، من اینجا دارم میبینم، میگه من میدونم ولی شما اونجا میبینی معنیش نیست، میگم بابا جون نمیشه که شما اگه به داداشت زنگ بزنی داداشت بگه که برنامه سوربی رو دارم میبینم، شما اینقدر واقعا پررو هستی میای به داداشت میگی که کامپیوتر تو خرابه که داری میبینی، کامپیوتر منی که نمیبینم درسته، اصلا خنده دار میشه. در هر صورت ریفرش کردن یا صفحه رو بروز کردن یه چیز تازه‌ای نیست، این قدیم خیلی قدیمیه. بعضی از کامپیوترها خودش حالا یا پسرتون، دخترتون، دوستتون برات تنظیمش کرده، وقتی که با براوزرهای مختلف، با موتورهای جستجوگر مختلف میرید، خود اینها هر دفعه که شما میرید توی وبسایت اون آخرینش رو میاره، جدیدترینش رو میاره و بروزش میکنه، یعنی ریفرش رو خودش برای شما زده. چجوری این رو ما میتونیم ست کنیم من نمیدونم. دوستانی مثل بابک، مثل سعید، مثل بهروز، مثل علی، لطف کنید به من بگید که من چگونه به دوستان یاد بدم که اگر از براوزر اکسپلورر استفاده میکنن، اگر از براوزر فایرفاکس استفاده میکنن، اگر از براوزر ماشاءالله 100 تا هست کروم استفاده میکنن که این ستایی که گفتم معروف ترین و مشهور ترینشون هستن، چگونه این دوستان میتونن ست کنن دسترسی به اینترنت رو به طریقی که هر بار که میان مثلا تو صفحه مردم تیوی صفحه جدیدش رو ببینه. میدونم اون موقع که ما مردم ریپورت هم به اصطلاح دستی داشتیم و اگه ایرادی بود میگفتیم، این دوستمون به اصطلاح تصمیم گرفت که هر 3 ثانیه‌ای خود صفحه ریفرش میشه، هر 3 ثانیه‌ای خود اون صفحه ریفرش میشه و اون چون صفحه خبریه اشکالی نداره. من نمیدونم اگه ما این کار رو برای تلویزیون مردم انجام بدیم یا آقای دار برای تلویزیون رنگارنگ انجام بده، اون موقعی که این میره ریفرش بشه و بیاد، هی شما فکر میکنید قطع شده و توی صحبت کردن، اون مقصد اگه آدم بذاره 3 ثانیه، اگه دیرترم بذاره که آدم حوصله 10 ثانیه وایسه ببینه حالا برنامه پخش میشه و اینها نداره. شما این روزا وقت بگیرید، یه روز بدون اینکه صحبت کنید نگاه ساعت کنید، دیدید میگن که مثلا 1 دقیقه سکوت به خاطر از دست رفتن فلانی یا درگذشت فلانی یا فلان فاجعه. نگاه کنید ببینید 1 دقیقه چقدر طولانیه، چون شما اون موقع منتظر هستید که این 1 دقیقه تموم بشه، لحظه های انتظار خیلی طولانیه.
به عنوان حسن ختام برنامه، چون الان 12:59 است و 1 دقیقه مونده، من اینو براتون بگم که یک چیزی رو دیروز میخوندم که نوشته بود که اگر ما برای مردم فرانسه و این ماجراهای اخی و مردم آمریکا که توی این کالیفرنیا اتفاق افتاد باید 1 دقیقه سکوت کنیم، برای دنیا و این همه فاجعه، کشت و کشتار، عراق، سوریه، یمن، ایران، جنگ ایران عراق، ویتنام، هر جایی که بگید ما باید خفه خون بگیریم و دیگه تا آخر عمر صحبت نکنیم. من عذر میخوام اگه به این سادگی راحتی با شما صحبت میکنم، چون فکر کنم توی مهمونی هستیم، شما هم دوست من هستیم. من بازم از اون دوست عزیزمون که اینجوری که صحبت میکنن فکر کنم مسیحی شدن متشکرم. این روشی که شما ادامه میدی روش صحیحی نیست، شما داری از جون و عمر خودت میکاهی. چرا؟ اولا سعی میکنی اسم منو نگی، سعی میکنی به صورت یه شخص مجهول باشه، این فشارا رو زندگیت عصبیت میکنه و این عصبانیت رو سعی کنید از خودتون دور کنید تا با آرامش کامل حسن ختامون بشه اون دوستی که زنگ زد، با آرامش کامل بتونید مثل این دوست عزیزمون که گفت من چی هستم، گفت یونیورسالیزم هستم داشته باشیم. یه دفعه این دوستون رو دعوت میکنم یه 5 دقیقه 10 دقیقه درباره این دین یونیورسالیزم صحبت کنه، یونیورسالیزم، و من و شما رو به این آرامشی که ایشون بهش دست پیدا کرده دعوت کنه. ساعت 1:01 است، بابت این 1 دقیقه که دیر شد ازتون یه عذرخواهی میکنم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. بعد از این لهجه شیرازی باز هم بریم سراغ شیرازی و آقای یدالله طارمی تا موقعی که ما رو از شما قطع کنن، البته اگه بتونم پیداش کنم. بله اینجاست. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. فردا ساعت 12 ظهر از تلویزیون رنگارنگ و تلویزیون مردم با شما هستیم. تلویزیون رنگارنگ رو حمایت کنید، چه مایل باشید برنامه من باشه چه نباشه، زنگ بزنید به داور بگید آقای سربی رو بنداز بیرون، من 1,000,000 بهت میدم، ولی بدید، دروغ نگید. آقای اسلام شمس مدت ها پیش گفته بود دادن خوبه، حتما بدید. البته گفت ببخشید منظورم رأی دادن بود. مرسی دوستان. دوستان عزیز با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و امروز رو بتونیم با هم روزی بهتر داشته باشیم و اوقاتی که با هم هستیم اوقات بهتری برای هم بسازیم. اجازه بدید که ما این میکروفون رو یک کم بیاریم نزدیک خودمون، چون در برنامه قبلی که در تلویزیون رنگارنگ بودم ما میکروفون رو میبریم به طرف که بین من باشه و تلفن، و حقیقتاً چون من اینجا هستم و صدام زیاد و بلنده میبرم بیشتر به طرف دوستان، ولی امروز دوشنبه بود، گویا دوستان هم مثل من تنبل، چند نفر بیشتر زنگ نزدن. البته چند تا از دوستان چون شماره هاشون معلوم نبود پیام هاشون رو گرفتم که در برنامه فردا ساعت 12 ظهر پیام های این دوستان رو پخش میکنیم و درباره شون صحبت میکنیم. بگید ببینیم که امروز که دوشنبه هست و 28 دسامبر هست و آخرهای سال 2015 میلادی هست و برابر است با 7 دی ماه 1394، شما کجای زندگی قرار گرفتید؟ اوضاعتون خوبه؟ بده؟ بهتره؟ و آیا شما هم مثل آمریکایی‌ها آماده هستید که برای سال جدید تصمیمات جدیدی بگیرید و به اصطلاح بتونید سال بهتری رو داشته باشید؟ من فکر نمی‌کنم هیچ کسی نیو ایر رزولوشنش این باشه که من تصمیم میگیرم سال آینده آدم بدتری باشم، تصمیم میگیرم سال آینده آدم چاقتری باشم، تصمیم میگیرم آدم مستری باشم. گرچه بعضی وقتا از نامهربانی دوستان واقعا میبینه آدم از خوب بودن به اصطلاح به جایی نرسیده، میگه بذار بد باشه. یکی از دوستان گله میکرد و حتی با فامیلشون یه مقداری به اصطلاح میونشون شکر آب شده و میگفت که ما با اینایی که از ایران میان اینجا چه کار کنیم. اگه از روز اول زنگ زد گفت من دایی جون، عمو جون، نمیدونم برادر، دارم میام، ما بهش بگیم خب داری میای، ما یه هتل نزدیک برات پیدا میکنیم بریم، که میاد و آبرون میبره میگه آقا این دیگه کیه، این رفته دیگه آمریکا، نه فامیل میشناسه نه دوست. اگر اون کارو نکنیم و اینها بیان منزل ما، این دوستمون میگفت تا اینجا رو هم
بکنی توی عسل بهشون بدی، بعد یه روزی بالاخره ازت ناراحت میشن که چرا این عسل تموم شد یا چرا شما دیگه وقت نمیذاری اینها. میگو با اینها باید چه کار کنیم؟ شما هم اگر موضوع به اصطلاح متشابهی داشتید در فامیلتون، دوستاتون آمدن و اونجوری که فکر میکردید طرف حسابگر نبوده که آقا من والا من یه ماه خونه دوتا برادرم بودم اینجا و همیشه ازشون قدردانی کردم و همیشه‌م به بچه هم به خانمم اینا گفتم که وقتی این رو مقایسه میکنم با آلمانی که آمدم هیچکار رو نداشتم، تفاوت از زمین تا آسمونه. البته آلمانم شانس آوردم، همون روز اولی که از فرودگاه از هواپیما پیاده شدیم در فرودگاه، یه دوست شیرازی آمد و با ما صحبت کرد و اینها، نه که از قبل هم دیگر بشناسیم، تا فهمید من شیرازی هستم دیگه. آقای جواد گلچین الانم کالیفرنیاست و ایشون، حالا همون موقع هم بهتون بگم خداییش، حالا اگه مشغول ذمه‌ش هم شدیم ما هی به هم دیگه، یعنی من خانم بچه‌ها کوچیک بودم، به خانمم گفتم که این چیزامونو ندازه ما حالا تو شهر غریب بمونیم و اینها، چون کمک میکرد چیزا رو میذاشت رو گاری، میگفت بیاین، تون میرفت و اینا، همیشه خیلی با عجله، ولی الحمدلله کمکمون کرد، هتل پیدا کرد، بعد هتل تهران رو پیدا کرد. البته خودش بعداً گفت که خب من این کارا رو که می‌کردم، اون هتل شب 10 دلار به من، شب 10 مارک، اون موقع هنوز یورو و اینها نبود، اون میداد اینا. گفتم والا بهتر از اینی که انسانی که میاد اینجا سرگردون بشه بره هتل بگیره 300 دلار. حداقل شما میدونید با بودجه ایرانیا مثلا شب اون موقع اولین شب ما 4 شب 4 تا 130 تا 140 تا پول دادیم، بعد ما رو برد هتل تهران، اتاق بهتر از اون، ولی میدادیم 80-90 مارک، خیلی به نظرمون خوب میومد. در صورت شما نظرتون چی هست و بگید به من که به اصطلاح از این برنامه ها برای شما پیش اومده که یه فامیلی بیاد اینجا، شما بهش اتاق بدید، نگذارید دست تو جیبش بکنه، بعدم آخر کار ازتون ناراضی بشه و ناراحت بشه، بعد شما به اصطلاح بگید که ای بابا ای کاش این همون ایران بود، ای کاش این همون اروپا مونده بود، اقلا اونجا با هم دوست بودیم. حالا درسته ماهی یه بار تلفن میزدیم، تلفن های گرون، ولی اقلا دوست بودیم، حالا که آمدن اینجا دشمن جونمون شدن. در اصل این خانواده که ما صحبت میکرد دو تا حالا به اصطلاح کیس داشتن که فامیلشون مخصوصا جوونا هم هستن، آمدن و موندن و اینها، بعد که رفتن و زندگی خودشونو شروع کردن، خلاصه از دست اینها ناراحت بودن. شما هم می توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، این زیر الان نوشتن و امروز ببینم تاریخ و اینها درسته، بله دسامبر 28 و اونورم دوشنبه 7 دی ماه. جا داره از علی عزیز این دوست گرامی تشکر کنم که هر دوشنبه این تاریخ ها رو برای ما مینویسه و ارسال میکنه و به صحبتی که کرده الان چند سال وفادار مونده. آیا شما هم به صحبتی که میکنید وفادار بودید و هستید یا نه؟ من امروز در تلویزیون رنگارنگ این برنامه دو پاسپورتی بودن رو به بحث و گفتگو گذاشتم که از بس ما ایرانی ها میترسیم حتی از خودمون، گفتم بهتون خیلی زنگ نزدن، دلیلش هم شاید این باشه که هنوز تنبلی دوشنبه و بعد از تعطیلات در وجودمون هست. و من قبل از اینکه این ماجراها هم پیش بیاد همیشه گفتم که اولا ای کاش پاسپورت و ماسپورتی نباشه اصلا، هر کی هر کجا خواست سوار هواپیما بشه، سوار ماشین بشه بره. این یک. دوم اینکه حالا که پاسپورتی هست و من و شما از دست دیکتاتورهای دنیا مجبوریم یه سری قوانین رو رعایت کنیم، من ترجیح میدم که یه پاسپورت داشته باشم. آقا بنده ایرانی بودم، ایران دنیا آمدم، ایران بزرگ شدم، بعد دیدم ایران جای زندگی نیست به دلیل دیکتاتوری آخوندها. به بعضی از دوستان شاه میگم والا ما از شما شاهپرست‌تر بودیم، دلیلش هم این که حتی با اون خفقان شاه با اون اقلا آزادی اجتماعی داشتیم، ما هم که کاری به سیاست نداشتیم. البته بماند که به خاطر خریت ساواک همین من بنده خدا رو هم 3 بار گرفتن، ولی آزادی سیاسی رو که اینا قول دادن ما میایم هم آزادی سیاسی میدیم هم اجتماعی، این که چیزی نیست از این بهترش رو میدیم،
دیدیم که اینا دیگه خراب کردن. و شما اگر میگید که شاه خوب بود آخوندا بدن، من میگم شاه بد بود آخوندا بدترن. چون شاه مرده، شاه رو میذاریم از این معادله بیرون، شما میگی آخوندا بدن، من میگم آخوندا بدترن. اگر درستون رو خونده باشی، صفتهای تفضیلی و اینها رو یادتون باشه تو دستور گرامر، یا دستور چی بود مال فارسی، گرامر که انگلیسیش، یاد میفهمید که من از شما یه درجه جلوترم در این که میگم آخوندا دروغگوتر، بدتر. اینها اومدن آزادی اجتماعی مردم رو هم از بین بردن. ولی متاسفانه شماها چون متعصب هستید، حرف حساب به گوشتون نمیره و هی میگید که اونا بدن. میگم بابا بدن، من میگم بدترن. دیگه چی بگم؟ نمیفهمی. گفت نرود میخ آهنین در سنگ، من با شما کاری نداریم. میریم سراغ نوشته هایی که دوستان فرستادن. آقای علی شیرازی عزیز همین چند لحظه به برنامه مونده، چند دقیقه، ساعت 1:59 نوشته بود که بیبی آن بورد. اینجا ماشینا وقتی بچه داخلشونن و اینها، و میخواد به پشت سری بگه بابا جون من اگر دارم مثلا یواش میرم، میخوام این بچم سرش به این ور اون ور نخوره و اینها، یه کمی با ما را بیا، بوق نزن، عصبانی نشو، یه چیزی میخرن میذارن پشت ماشینشون، مینویسن بیبی آن بورد. شما سوار قطار که میشی میگن ویلکام ابورد، سوار هواپیما که میشی میگن ویلکام ابورد، و این بوردینگ و ابورد و اینها رسم اینجا میگن. نوشته بیبی آن بورد. اجازه بدید من براتون این تصویر و ایمیلی رو که آقای علی شیرازی نازنین فرستاده بهتون نشون بدم. اینجا نوشته که خانم چلسی کلینتون، دختر آقای بیل کلینتون و خانم هیلری کلینتون، در ایام کریسمس یک کالسکه بچه هم با داشت و با همسرش مارک و بیبی شارلوت اسم بچه شون بعد واز ایز گرانی ویرینگ. در صورت خانم هیلری کلینتون هم لباسی که پوشیده همراه اینا میاد، میدونید که سیاست مدارا خیلی معروفند در اینکه اینها نون رو به نرخ روز میخورن. الان که دیگه اون برنامه های چیز تموم شده و اینها باید شروع کنن پول بدن برای تبلیغات و اینها، خانم هیلری کلینتون از همسرش آقای بیل کلینتون که توانمنده، واقعا سیاستمدار بزرگی هست و حرفای خوبی که میزنه هنوزم مردم قبول دارن، حتی اونهایی که با عقاید سیاسیش مخالفن، اینها چهارتایی پنجتایی حقیقتا را افتادن. و میبینید که خانمها جلو، خانم هیلری کلینتون هم این لباسی که پوشیده، اینها میگن لباس گرانی، یعنی لباسایی که پدر بزرگ مادر بزرگا میپوشن و این رو در این ایام میپوشن، هم برای سرما، مخصوصا اینها چون نیویورک هستن سرده. میبینید خانم چلسی هم اون دخترشون که خدا زیادش کنه، من نمیدونم این چرا اینقدر زشته، البته دیگه دست خودش که نیست که ما نمیتونیم قیافه آدما رو چیز کنیم، با نوهشون و اینها که میشه بچه اونها دارن میان و این راه رفتن و این چیزها یه مقداری جنبه تبلیغات انتخاباتی داره. اینا میان داخل مردم که مردم اینها را از خودشون بدونن، حالا بعد که انتخاب میشن میرن و دیگه پیداشون نمیشه اون بمانه. این علی وقتی این رو فرستاد گفتم که ممنونم از شما، ولی این خانم هیلری کلینتون هم از اون سیاست بازای دنیاست که دست مردار از لحاظ دروغ اینها از پشت بسته. و من یه مدتی نزدیک یه سالی با این کار میکردم، این ور اون ور میرفتم و میدیدم که این زن چندین چهره داره. یادتونه اون وقتا میگفت توی فیلم های فارسی مرد هزار چهره، و جلوی صحنه که مردم هستن، اونایی هستن که میخوان پول بدن اینو انتخاب کنن، کمک کنن، یه قیافه و یه شخصیتی داره،
پشت صحنه که ماها بودیم باش کار میکردیم اینها، یه صحنه و یه شخصیت دیگه ای داره. و آدمایی که دو شخصیتی هستن، چند شخصیتی هستن، اینها آدمای خوبی نیستن، شما نمیتونید بهشون اطمینان کنید. حالا یه عکسی هم اینجا داشتم اگه بتونم پیداش کنم، چند تا من چندین برنامه اتفاقا تو همین نیویورک، اون موقع هنوز سناتور نبود، سال 2007 من رفتم براش به اصطلاح برای ویدیو گرفتنش و اینها. این یکی از عکسایی هست که من با خانم هیلری کلینتون دارم. اجازه بدین حالا که امروز روز اسلو برنامه‌های تلویزیونی هست، ما یه مقداری وقت شما رو با این مزخرفات سیاست قاطی کنیم. این رو همینجا تو واشنگتن ما آماده شده بودیم، وسایل گذاشتیم عکس بگیریم. این پن چی میگفتیم توی ایران، این علامت رو خودشون میدادن و زدیم به اصطلاح کوتمون. و خانم هیلری کلینتون از اون بالا که آمد به طرف من و گفت که به اصطلاح من میخوام با این عکس بگیرم. میدونید که عکس آزمایشی میگیرن اولی که میان، که ببینن نور، سایه، چین، چروک، همه اینها. و ما این عکس آزمایشی اینجوری شد که اینقدر به این خانم هیلری کلینتون نزدیک باشیم. ولی اونی که کار میکردم براش، برای به اصطلاح اون سازمانی که تبلیغات میکنه و اینها، این قسمت هست. مثلا اینو من رفتم کالیفرنیا که این قبل از اینکه خانم هیلری کلینتون بیاد، ما حاضر، مهمونا حاضر داشتن به اصطلاح مجلس رو آماده میکردن. و اینم یکی از رستورانای خیلی قشنگی بود که توی یک شاپینگ سنتر کالیفرنیا بود. و اینجا میبینید که بنده دارم عکس میگیرم، خانم هیلری کلینتون هم صحبت میکنه. این عکس‌ها رو هم اگه دیدید که خب دیدید، اگه ندیدید چشمتون روشن امروز دیدید. این آقای باب دول، ایشون هم یه روز میخواست رئیس جمهور بشه و نماینده مجلس بوده و اینها. و این هم یه آقایی بود که خبرنگار بود، فوت شد، پیر بود ولی خیلی معروف بود، الان دیگه اسمش هم یادم رفته. و واقعا میگفت هر که از نظر بره، از به اصطلاح هر کس از چشم بره بیرون، از نظرم میره. اینم اینم دوستتون آقای جورج بوش معروف، که آدم بسیار احمقی است ولی از لحاظ جوگ گفتن، خوشگذروندن، حتی خود آمریکایی‌ها میگن که آدم خوبیه و شما میتونی باهاش یه آبجو داشته باشی. چون با بعضیا شما مثلا اگه میخوای بری آبجو هم بخوری، روزتو خراب میکنن. ولی این برای مزخرف گفتن و اینها شخص بسیار خوبی هست. و جالبه وقتی من این عکسی گرفتم، یکی از دوستانی که با هم دوست بود در کانون دوستداران فرهنگ گفت من با تو دیگه دوست نیستم. گفتم چرا؟ گفت تو رفتی با این مردک عکس گرفتی. گفتم من آقا هیتلرم اگه بیاد عکس میگیرم، خمینی هم اگه بیاد عکس میگیرم، خاتمی هم اگه بیاد عکس میگیرم، خامنه‌ای هم اگه بیاد عکس میگیرم. و این چه ربطی به من داره؟ گفت نه، من اگه جای شما بودم با مشت میزدم تو صورتش. گفتم واقعا این کارو میکنی؟ گفت بله. گفتم خب بیا من میبرمت، ما میتونیم شما رو ببریم به عنوان عکاس، به عنوان دستیار، میخوام ببینم اونجا که رسیدی واقعا درست میگی مشت میزنی تو صورت این، یا فقط داری دروغ میگی. بعد آقا حالا ولش کن اصلا، ببریم آبجومونه بخوریم. اینم دوستان ایرانی و حرفایی که میزنن. این آقای نوت گینگریچ یه زمانی سپیکر آف ده هاوس بود، یعنی شخص سوم این مملکت، که شخص اولش رئیس جمهوره، شخص دومش معاون رئیس جمهوره. اگه این دو در یه هواپیما یا در یک سانحه‌ای بمیرن، یه کسی بکشه این دوتا رو، این نفر سوم میشه رئیس جمهور. نمیدونم تا حالا در تاریخ آمریکا همچین اتفاقی افتاده یا نه، چون ما دیدیم در زمان کندی، وقتی که کندی کشته شد، اون نخست معاونش به اصطلاح فوری جاش رو گرفت. ولی نمیدونم که شخص سومم هیچ وقت آمده یا نه. اینم آقای جسی جکسون هست که ایشون یه جورایی کارش به مذهبم میخوره، ولی چون ایشون از زمانی که آقای مارتین لوتر کینگ بوده، اون فعالیت ها و جنبش های سیاه پوستی که میخواستن آزادی سیاه پوست ها و اینها رو بگیرن، از سال 1968 تا 70 فلان اینها، ایشون هم خیلی معروفه. و امروز هم تو تلویزیون ها هر وقت شما میبینید یه جریانی پیش میاد، حقی یه کسی پایمال شده و اینها میدونن و میان جلو. به قول معروف هر جا آشه این دوستان فراشن. اینم از این.
و اینم شهردار اون منطقه بود که ما رفتیم اون شب. البته حالا این عکس خیلی بزرگه، اینجا نمیشه نشون بدیم. اون جایی که ما با خانم کلینتون بودیم و اینها، شب یه مهمونی دعوت کرده بودن خیلی هم خوب، چون منطقه اسپانیش و اینها بود زیاد اسپانیش، ما هم اونجا اون عکس رو گرفتیم که خیلی بزرگه، تو این صفحه نمیاد. و این آقای چیف رمزی رئیس پلیس واشنگتن بود و همون جوری که میبینید ایشون 4 تا ستاره داره، 4 تا ستاره، یعنی جنرال بود و بعدم از اینجا بازنشست شد و رفت. این روزیه که ما رفته بودیم عکس فارغ التحصیلی بچه های اون مدرسه رو بگیریم، بعد دیدیم بچه ایشون هم، پسر ایشون هم داره فارغ التحصیل میشه و اینم یه افتخار بود که با ایشون عکسی بگیریم. این آقای جونیور، کیوبا جونیور، من سالها پیش برای اولین بار رفتم لاس وگاس، اتفاقا با همون دوستمون نادر گلچین که تو برنامه گفتم این تو آلمان به اصطلاح ما رو کمک کرد و خونه پیدا کردیم و اینها. و جالبه که گفت بیا بریم لاس وگاس، صبح با اتوبوس سوار شدیم رفتیم لاس وگاس و این آقای هنرپیشه هم آمده بود اونجا برای یه عروسی و ما هم که دیدیمش و اینها باهاش سلام علیک کردیم و عکسی گرفتیم. و عکس گرفتن یه کار معمولیه. این عکسی که شما اینجا میبینید، این آقای مدتی فرماندار ببخشید یه مدتی فرماندار ویرجینیا بود و خیلی از ویرجینیا به اصطلاح شهروندان ویرجینیا از ایشون ممنونن و خوششون میاد، چون این وقتی آمد گفت من مالیات ماشین رو برمیدارم، چون شما که ماشین دارید اگر استفاده نمی کنید در گاراژ هست که خب یه چیزی رو خریدید مالیاتش هم دادید گذاشتید تو گاراژ، حالا اگر ازش استفاده می کنید ما هیچ سالیانه از شما مالیات می گیریم، شما وقتی ازش استفاده می کنی از طریق پول بنزین ما ازت مالیات می گیریم. و حرف درستی می زد و به همین خاطر هم انتخاب شد No car tax، یعنی مالیات ماشین، نه به مالیات ماشین. اینه که من میگم دوستان همش هی نگین ما میخوایم فلانی رو اعدام کنیم وز کنیم به درخت فلان. یه حرکتی، یه موومنتی، یه جنبشی مثل اون برنامه ماشین های داخلی رو نخریم، خب موفق بود تو ایران. از اون کارا بیشتر انجام بدید، کارای اینجا میگن به اصطلاح حزبی سیاسی اینها. و این آقا باز برای اون دوستمون که میخواست مشت بزنه تو صورت آقای جورج بوش، این آقا هم لیبرمن یکی از تندروهای بود که انقدر تندرو بود که از حزب دموکراتیک رفت تو ریپابلیک، از ریپابلیک هم رفت توی غیر وابسته. الان هم یه مدتی هیچ خبری ازش نیست، چون این تندروها هیچ سرانجامی ندارن به جز این که اون گرما و چیز خودشون رو میسوزونه و از بین میبره. اینم آقای جان کری که توی همون انتخابات اینها ما وایسادیم و باهاش حرف زدیم و از بس اونجا سر صدا بود ایشون، من اول فکر کردم دست کرده تو گوشش که این گوشش به اصطلاح بگیره این چی کنه، ولی دستشو گذاشته بود پشت گوشش، شاید هم می‌خواسته به مامورا علامت بده که مواظب این آقا باشی. یه چند کلمه با ایشون صحبت کردیم، ما بهش گفتیم که بابا این روشی رو که آقای جورج بوش و دیگران در پیش گرفتن، این راه که اینها میرن به گورستان است و به آزادی اینها نمیرسه. ایشون گفت که اگر رئیس جمهور بشه ایشون هم نظرش با نظر من همونه. البته هیچ وقت به حرف این سیاستمداران شماها دل خوش نکنید. این هم باز یه عکس دیگه ای که آقای جان کری که الان وزیر امور خارجه آمریکا هستن و قبلا نماینده مجلس بودن، یه مدت هم برای تو این برنامه ایشون نامزد ریاست جمهوری بود و اومده بود صحبت میکرد و اینها. شما باور نمیکنید چقدر اینها پول خرج میکنن، چقدر بیزینس این مملکت میچرخه به خاطر همین هر 4 سال انتخابات. بعد آقای رضا پهلوی توی یکی از سخنرانی‌های احمقانه‌اش مثل همیشه احمقانه گفت که آقا این چیه انتخاب کنیم هی پول خرج کنیم، یادش رفته بود که باباش چقدر پول خرج کرده بود برای جشنهای 2500 ساله و چیزهای دیگه مزخرفی که هیچ کدومشون مردم قبول نداشتن. شما اگر یه وقت فکر میکنید که چه کسی باعث شد رئیس جمهور آمریکا بشه جورج بوش، این خانم بود. این خانم فرماندار و مسئول مثل انتخابات
اونجا بود، چه موهایی هم داشتم، چه کاکلی. و این خانم الان اسمشم یادم رفته، باز زیر این عکس‌ها بنویسم. او نوشتم اکچولی، بابا کارم خیلی درسته، خانم کاترین هریس. بزنید توی گوگل یا تایپ کنید میبینید که این خانم هریس باعث بود که باعث شد که جورج بوش بشه نماینده، بشه رئیس جمهور آمریکا. و این همه که ما مکافات میکشیم از این هست. وقتی که بنده دیداری داشتیم و با آقای جورج بوش عکسی گرفتیم، این آقای تقی مختار لطف کرد اون عکس رو چاپ کرد و اینجا هم نوشت که عکس یادگاری سوربی با رئیس جمهور آمریکا، سوربی چهره جنجالی تلویزیون که دوستداران و دشمنان بسیاری دارد، اخیراً در کنار فعالیت‌های تلویزیون خود به کار عکاسی و ویدیوگرافی خبری نیز علاقمند شده و هفته چند روز به عنوان دستیار و کمک آقای عباس شیرمحمدی، عکاس معروف محافل و مجالس سیاسی واشنگتن، در نشست‌های احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا، مجالس قانون‌گذاری و دیگر سازمان‌های سیاسی در پایتخت ایالات متحده شرکت کرده و ضمن کار تهیه عکس و ویدیو از نزدیک با شخصیت‌های سیاسی آمریکا آشنا می‌شود. ایشون البته یک جوکی هم آخرش نوشته بود، نوشته بود که یکی از کسانی که عکس سوربی با جورج بوش را از طریق کامپیوتر دریافت کرده بود میگفت خوب بود سوربی در توزیع عکس مینوشت، آیا وقتی با رئیس جمهور آمریکا روبرو شد به او هم گفته است کارمون خیلی خرابه؟ خب اگه نگفته بودم که این اینجوری نمیخندید، این خندید و به خودش گفت که ای بابا بالاخره یه ایرانی پیدا شد که فهمید کارمون خیلی خرابه. ببین چجوری آقای جورج بوش داره میخنده، به کی میخنده؟ به ریش اونهایی که بهش رای دادن. به کی میخنده؟ به من و شمایی که فکر کردیم رای گیری در آمریکا آزاده و هر یه نفر یه رای داره، در صورتی که اصلا اینجوری نیست و اینجا هر یه دلار یه رای داره. چجوری؟ به این صورت که وقتی اینها پول جمع میکنن، اون دلارها رو خرج میکنن، اون موقع است که این دلارها برای اینها رای میخره. و یکی از بدبختی‌های بزرگ آمریکا این شده که امروز آقای دونالد ترامپ میاد هی میگه من پول دارم، من پول دارم، برای اینی که میدونه قدرت پول در رای گیری چقدر مؤثره. و این هم از این. علی عزیز نوشته ملکه سابق از پیشرفت‌های زمان شاه میگوید. ای کاش این خانم فرع پهلوی هم، نمیخوام بگم از بس سیگار کشیده بود سرطان میگرفت، سرطان زبان و نمیدونم اینها، نمیتونست حرف بزنه، ولی ای کاش که به خاطر این فاجعه بزرگی که تو ایران درست کردن و این جوانایی که کشته شدن و اینها، ایشون یه مدتی ببخشید، بازم نمیخوام بگیم خفه بشه، لطف کنه و ساکت باشه. خانم مگه شما اگه حرف نزنی میمیری؟ روزی که باید به جلو شاه حرف میزدی بهش میگفتی آخه مرد بی سواد، تا اگر من رو کردی نایب السلطنه، این چه مزخرفیه که به خانم باربارا والتر میگی زنها نمیتونن تصمیم بگیرن؟ اون موقع خفه شد، حالا داره زرزر حرف میزنه. و ما خوندیم در اون کتابی که لاک پشتی بود میخواست پرواز کنه و این چون با اردک ها دوست بود، اردک ها گفتن خب ما یه وسیله‌ای میسازیم که این رو ببریم برای یه پرواز. دو تا اردک قوی تر بودن، حاضر شدن یه چوبی رو گرفتن دم دهانشون و این لاک پشت اون چوب رو گرفت از وسط با دندونش، اینها پرواز کردن. وقتی رفت بالا این لاک پشت که نمیتونه پرواز کنه، وقتی رفت بالا مغرور شد، وقتی فکر کرد، میخواست به اونایی که اون پایین هستن فخر بفروشه، میخواست حرف دروغ بزنه بگی ببینید من دارم پرواز میکنم. درست تا دهنش باز کرد بگی ببینید من دارم پرواز میکنم، از اون بالا با کون چنان خورد زمین که قالب شکست. این خانم فرح پهلوی هم همینه، هی پرواز میکنه، هی حرف میزنه، زر میزنه، نمیدونم والا ببخشید چه قالبی داره که این قدم میشکنه، باز مثل که قالب پلاستیکی براش درست میکنه. بابا خفه شو یه مدتی، برو دنبال کار زندگیت، این همه پولو دزدیدید آوردید، خوش باشید با این پولا، برید مردمو ول کنید. آخه خانمی که در جوانی کمونیست بود، بعد آمدی گند زدی این دفتر فرع پهلوی و کاخ و اینا رو همه را دوستای کمونیست تا آوردی، بعد چادر سر کردی و بعد رفتی این آخونده رو آوردی تو دربار، آخرش هم مملکت دو دستی دادی دست دربار و شاه بیچاره رو مریض و نمیدونم مفلوک ول کردی رفت. و نه یه خانم میگه شما هرچی دلت میخواد بگو،
شما به غیر از این فکر میکنی درباره فرح؟ مگه خود شما نبودید گفتی شاه از لحاظ زن شانس نیاورده؟ وا شانس نیاوردی نگیر دیگه، 3 تا 4 تا 5 تا چند تا گرفتی؟ دیدین شانس نداری، ولش کن برو برای خودت آزاد بچرخ. مگه این رئیس جمهور فرانسه نیست الان داره یلیل برای خودش میچرخه؟ خب و اما تریتا پارسی امروز یک از نایاک یک نوشته ای رو فرستاده، یک کمی ابراز تأسف کردن که در این ماه، یعنی در ماه دسامبر، نوشته This past month has been a rude wake up call. میگه که یک اعلام بیدار شوی بود، بیدار باشی بود که یه مقداری هم به اصطلاح خیلی گرون برای ما تموم شد، و میگه که به اصطلاح ایرانی ها صداشون رو به گوش دیگران نمیرسونن و از شما میخواد که بیشتر فعالیت کنید. به نظر من این کار باید انجام بشه. من باز هم از ایشون عذر میخوام که هفته قبل قرار گذاشته بودیم دوشنبه 21 باهاشون صحبت کنیم و من کلن فراموش کردم. همین الان هم که با شما صحبت میکنم یادم رفت که من قراره با آقایی به نام سعیدی صحبت کنم. آقای سعیدی اگه هستی ازت عذر میخوام، ولی الان بهت زنگ میزنم. چون کی نوشتم؟ 2 بعد از ظهر 28. بله، این شانس رو به تریتا پارسی بده کاری. این هم شماره شما، امیدوارم درست باشه. این آقای سعیدی رو من سالهای سال هست میشناسم و برنامه‌ای هم داشت تو تلویزیون‌های مختلف، تو تلویزیون ندا تیوی که دوست اون آقای بهکام کار میکرد و راه اندازش میکرد و اینها، برنامه‌ای رو گذاشته بود، خدا کنه باشتش. و نمیدونم اگر آقای سعیدی سوربی هستم از تلویزیون مردم. سلام آقای سوربی عزیز، عزیزم صدای تلویزیون تو کم کن یا کامپیوتر تو کم کن. ازت عذر میخوام که دیر زنگ زدم روی ایرم، عذرخواهی کردم، حالا بهت میگم چرا. خواهش میکنم. بله بله، من خواهش. اولا ممنونم که به اصطلاح قبول کردی که با ما صحبت کنی درباره این ماتریالیسم. من امروز با یکی دیگه آشنا شدم، اون یونیورسالیسم بود، این ایزما و این چیزهای مختلف رو. ما یکی از مشکلاتمون اینه که شناخت نداریم. داشتم برای دوستان بیننده میگفتم که آقای سعیدی رو من سالهاست از طریق رادیو تلویزیون از دور میشناسم، با نظراتشون آشنا هستم، خیلی از حرفایی که ایشون میزنه قبول دارم، چند تاشم مخالفم که امیدوارم در برنامه‌هایی بتونیم با هم بیشتر درباره این مخالفت‌ها صحبت کنیم. ولی امروز اون چیزی که باعث شد من ازشون دعوت کنم و در 15 دقیقه، ربع ساعت، 20 دقیقه، نیم ساعت حتی، چون امروز خسته هستم آقای سعیدی، از شما کمک میگیرم، نیم ساعت برای من و شما صحبت کنن و امیدوارم ایشون آماده باشن، این هست که یه مقداری توضیح بدن مشکل ما چیه. این شما حتی انقلاب فرانسه رو گفتید که اونها هم از ماتریالیسم شروع شده، نه؟ عرض کنم به خدمت، اجازه بدید که ابتدای سلامی عرض بکنم خدمت بینندگان شما. بفرم. از شما تشکر کنم که تماس گرفتید. عرض کنم به خدمتون که خب این مطالب خیلی مطالب بسیط و خیلی کلیه و خیلی مشکلی که آدم بخواد بدون زمینه چینی و یه پیش درآمدی بهشون بپردازه و نتیجه هم بگیره. واقعیت اینه که این دنیا انسان‌ها افکار مختلف دارن، برایند این افکارها، فکرهای مختلف هست که این جهان رو به این شکل درآورده. افکار متفاوته. خود شما الان تا همین چند دقیقه پیش فکر خودتون، بینش خودتون رو به نوعی که یکمی هم تند بود مطرح کردید راجع به شخصیت‌های سیاسی که دوربر ما هستن. خب من یه عقیده دیگه ای دارم و با شما موافق نیستم، ولی ما انسان هستیم، در ارتباط با هم دیگه باید فکر هم دیگر رو هم به رسمیت بشناسیم. من قبول دارم که این فکر در شما هست، نهادینه شده و نمیتونم اونو عوض کنم به سادگی. اسم های مختلف در دنیا دقیقاً بایستی ببینیم که آیا میشه با یکی از اونها بشریت زندگی بکنه. عملاً غیر ممکنه. برایند اونهاست که
شکل فعلی رو به وجود آورده آقای سرگی. در مورد ماتریالیسم و بقیه ایسم ها من البته اگه فرصتی باشه میتونم به اصطلاح صحبت بکنم. امروز چون شما سوال رو بر این مبنا قرار دادید راجع به ماتریالیسم فقط یه کلیاتی رو خدمتتون میگم. ببینید انسان از زمانی که روی دو پا ایستاد و به دلیل شرایط محیطیش به اصطلاح اندامش تغییر کرد و قسمت فک و صورت و اینا به قدرت بیان و تکلم رو به اصطلاح ممکن کرد برای انسان، تبدیل شد به اصطلاح موجودی که تفکر و گفتن، سخن گفتن ابزاری شد برای رشدش. مخصوصا امکان تکلم باعث انتقال اطلاعات شد و به رشد مغز انسان کمک کرد. میلیاردها سلول در مغز موجودات زنده مخصوصا انسان مغز بزرگتری داره وجود داره. ارتباط بین این سلول ها، ارتباط سلولی در مغز تعیین میکنه که اون مغز به اصطلاح چه میزان پیشرفت است. انسان از این بابت متمایز از سایر موجودات روی این کره و به دلیل وجود همین مغز تفکر انسان نیازمند به شناخت و داشتن یه جهان بینی. از ابتدا خب این نیاز انسان به شناخت محیطش و داشتن جهان بینی باعث شده که یک باورهایی به وجود بیاد. این باورها ابتدا به شکل دینهای به اصطلاح اسطوره‌ای، دینهایی که در ابتدا بشریت معتقد شده بهشون، باورهایی که معتقد شده شکل گرفته که ما اونا رو به اسم دینهای به اصطلاح باستانی میشناسیم. فرض بفرمایید که بودیزم، تائیزم، هندویزم، کنفسیونیزم، حتی زرتشتیست، اینها اندیشه های انسان های اولیه بوده که با توجه به اون دانش قلیلی که داشتند، آگاهی های کمی که از محیط اطرافشون و طبیعت داشتند، این باورها رو اشاعه دادند، زبان به زبان، نسل به نسل منتقل شده، چون اون موقع کتابتی در کار نبوده. ما میبینیم در همه این دینهای باستانی یک نوع نگاه به زمین وجود داره و عناصر و سمبولهای زمینی یا ستایش میشه یا اینکه به شکل سمبولهایی در واقع شناخته میشه برای بشریت. فرض بفرمایید دینهای به اصطلاح خدایان یونان همه هر کدومشون سمبول یک پدیده بودند. خدای جنگ داشتند، خدای صلح داشتند، خدای زیبایی داشتند، خدای کشاورزی داشتند، خدای سفر داشتند، که اینا رو دونه دونه ده ها خدا داشتند که هر کدومشون سمبول یک پدیده بودند. یا در سایر دینهای باستانی ما میبینیم که نگاه زمینی بشر در واقع داره تلاش میکنه یک شناختی پیدا کنه، یک جهان بینی پیدا بکنه. شما اگه دقت بکنید در همه این به اصطلاح نگرش ها نوعی ارتباط با محیط زندگی به چشم میخوره. مثلا فرض کنید در نیم کره، در قسمت های شمالی کره زمین که سردتر به اصطلاح زمستان های سخت و طولانی داره و تاریکی و سرما انسان‌ها رو رنج می‌داده، نوعی نگاه توجه به خورشید و آتش در دین‌های در به اصطلاح آیین مهری خود ما ایرانی‌ها که اون از فلات به اصطلاح از قسمت‌های شمالی‌تر این مردم سرازیر شده بودند به فلات ایران، ما آیین مهری رو میبینیم، یه نوع توجه و ارادت به آتش و خورشید به دلیل رنجی که بشر میکشیده در اون شرایط طبیعی از سرما و از تاریکی و به این پدیده ها پناه میبرده. یا میترائیزم در قسمت های اروپا، اونها در اونجا ما میبینیم این ارادت به
خورشید و به اصطلاح پدیده آتش به چشم میخوره. در حالی که در مناطق جنوبی تر در دو تا صحرای سینا و صحرای عربستان وقتی اونجا بشر وارد مرحله جدیدی میشه و از اون دینهای باستانی میگذره میاد و خدا رو مطرح میکنه، آفریدگار رو مطرح میکنه، ما محل تولد این آفریدگار میبینیم که صحرای سینا و صحرای عربستانه. چرا؟ برای اینکه اولا خب اونجا خورشید سوزنده و تابناکه، در روزها مغز انسان رو تخدیر میکنه و در شبها هم انسان با یک محیط بسیار متفاوت، یک محیط وهمنگیز روبرو میشه. آسمان پرستاره، شهاب سنگایی که از این ور به اون ور در حرکتن، سکوت، آرامش نسبی نسبت به اون شرایط سخت روز. اونجا خب انسان طبیعیه که دچار وهم و خیال بشه، اگر کسی نشه باید در سلامتش شک کرد. به نظر من به این دلیله که ما میبینیم در دینهای ابراهیمی یا سامی 124 هزار پیامبری که میگن، واقعا یک شاید یکی از درست‌ترین حرفایی که ادعای کرده کتاب‌های آسمانی ادعا کردن همین باشه، برای اینکه در واقعا میلیون‌ها پیامبر وجود داشته. در زمان خود حضرت محمد در شبه جزیره عربستان تعداد زیادی پیامبر بودن که مثل ایشون همین ادعاها رو میکردن، منتها ایشون به دلیل اینکه پشتش به قبیله اصطلاح با نفوذی بند بود و آدم مصممتری هم بودش، شرایط محیطی زندگیش او رو اینطور بار آورده بود، مقاومت میکنه و بعد خب میبینیم که در تاریخ هم این اومده که ایشون از طریق به وجود آوردن یه به اصطلاح تشکیلاتی صاحب یک مال و منالی میشه، قافله هایی رو اینا حمله میکنن، یواش یواش قدرت مالیشون زیاد میشه و بعد نهایتا در اثر برخورد هایی که داشتن با اون روح مکی به یه توافقی میرسن و یک نظامی رو به وجود میارن، یه سیستمی رو به وجود میارن که بعدم همه اون آموزه های دینی و اینا رو کنار میذاره عملنیشون و این تفاهمی که با اون مردم مکه میکنه و اون قدرتی که به وجود سیاسی که به وجود میاد همه اینها رو راضی میکنه. و مسئله این که یه اتفاق تاریخی تو اون شبه جزیره عربستان میفته ولی بعداً با جهانگشایی و کشورگیری و اینها این مسئله جدی میشه. اینا سریعاً یک کتابی رو تهیه میکنن به نام قرآن و این میشه مبنای یه دینی که امروز هم ما گرفتارش هستیم در خاورمیانه. این نگاه طبیعی، یعنی این محیط طبیعی زندگی انسان نقش تعیین کننده داره. ماتریالیسم نگاهیه که در اثر تحولات فکری در اروپا شکل میگیره و این دید ماتریالیستی به دنیا آغاز میشه در اونجا. علتش هم خب اتفاقات باز طبیعی و تاریخی که در اروپا اتفاق میفته بعد از جنگ های صلیبی دوم که این صلیبیون شکست میخورن، اون قداست و اون ارتباط با آسمان‌ها که کلیسا ادعا می‌کرد زیر سوال میره توسط متفکرین. اولین متفکر، خب یکی از این متفکرهایی که قبل اصول بدون تردید تعدادشون زیاد بوده راجر بیکن بوده. اون موقع من یادمه که این شخص در یک کتابی می‌خوندم که قداست کلیسا رو زیر سوال می‌بره، ادعا می‌کنه که کلیسا در نهایت انحطاط اخلاقی به سر میبره و دیگران هم پشت این قضیه رو میگیرن و یه جنبش فکری در اروپا به وجود میاد. این جنبش فکری بعدها در قرون بعدی در قرن 15 و 16 و 17 الاخر همزمان میشه، همراه میشه با تحولات اقتصادی که در اروپا صورت میگیره. این که ما میبینیم بخشی از دنیا گهواره تمدن شده، مردم اروپا به اصطلاح پیشرفت سریعی کردند و جلو افتادند و در واقع اونجا تبدیل به مهد تمدن بشری شده، یه دلیل باز محیطی و متریالیستی داره.
یعنی جهانبینی ماتریالیستی به ما کمک میکنه که این دنیا رو بهتر بشناسیم. خود دین محصول ماتریالیزمه، خود دین یکی از محصولات ماتریالیزمه که بر زندگی بشر به اصطلاح غالبه. یک جهانبینیه که قوانین اون این دنیا رو شکل داده و این دنیا رو هر لحظه دچار دگرگونی و تحول میکنه. بعد نیست من این مسئله جلو افتادن اروپایی ها رو یه کمی بیشتر راجع بهش صحبت کنم، اجازه میدید آقای؟ اجازه میدید قبل از اینکه اینو ادامه بدید، پس این گفتهای شما من به عنوان یه شنونده باید برداشت کنم که کلن انسان یعنی بالفطره مادی هست و الهی نیست. اونایی هم که آمدن خواستن حرفی از الهی بزنن آخرش باز به وسیله مادی یا مادیگرایی یا ماتریالیسم مردم رو بخوان به اله برسونن یا به الله برسونن. بله؟ شما آدم باهوشی هست آقای سوربی. تقریبا میتونم بگم که حرفتون درسته. زیر بنای این دنیا ماتریاله. این دنیا از عناصری تشکیل شده که این عناصر در تقابل با هم هستند. ببینید یه اتم رو شما در نظر بگیرید، دانش امروز بشر دیگه اتم رو میشناسیم همه ما، میدونیم که اگر به درون ذره ها فرو بدیم با این با ذره بین هایی که وجود داره میکروسکوپ، میرسیم به یک عنصری که البته اون هم باز شکافته شده، عناصر اون هم تجزیه شده، درون اون هم رفته شده امروز، ولی این اتم که یک هسته ای هست و یک به اصطلاح عناصری هم در اطراف اون هسته در گردش هستن، درونش حرکت وجود داره. یعنی اصل حرکت همون چیزی که مارکسیزم اشاره میکنه، ماتریالیزم دیالکتیک، اصلا همینه که میگه که جهان هستی در حرکت و در تقابل و تضاده. از کوچکترین عنصر اتم بگیرید این حرکت وجود داره تا پیچیده ترین اون که همین جوامع انسانیه، حرکت و تضاد عامل تحول و دگرگونی در این دنیاست. اون عناصر تشکیل دهنده این جهان هستی از ابتدا در به خاطر این قانونمندی دچار دگرگونی و تحول شدن. ممنون. اگر 15 میلیارد سال پیش امروز علم به ما این رو میگه که یک اتفاقی افتاده که این ماده دچار یک به اصطلاح تحول شده، تبدیل شد، این انرژی تبدیل شده به ماده و بعد این درگیری و به اصطلاح محیطی که این ماده درش بوده آنچنان مهیا شده تا رسیده به زمانی که حیات امکان به وجود آمدن پیدا کرده در روی یکی از این کرات به نام زمین. این خود زمین ما میدونید که حدود 5 میلیارد سال عمر داره و 4.5 میلیارد سالش فقط گشته، هزاران اتفاق افتاده روش تا محیط مهیایی به نام اقیانوس ها و دریاها روش به وجود اومده که بعد از این 4.5 میلیارد سال در 500 میلیون سال اخیر بوده که از این محیط دریایی موجودات زنده به وجود اومدن. خاطر اینکه آب یه رسانه فوق‌العاده است برای ایجاد ارتباط سلولی یا به اصطلاح اون همون در واقع برخوردها و تغییر و تبدلها، محیط ایدئالیه. در اونجا زندگی به وجود اومده و بعدم خب اون لایه اوزون وقتی ایجاد شده در روی کره زمین، این موجودات زنده که از آب بعضیاشون بیرون می اومدند در اثر تشعشعات خورشید دیگه نمردن به خاطر اون لایه اوزون، در نتیجه حیات از آب منتقل شده به خشکی و این ادامه پیدا کرده از طریق به اصطلاح چیزهای طبیعی که اتفاق افتاده و رسیده به نمونه هایی که به ما شبیه بودن و بعد نمونه انسان به وجود اومده که اونم انسان هم یه نمونه نبوده، چندین نمونه از انسان های مختلف وجود داشتن. نوع نئوسپیان که ما باشیم این سازش توانایی بیشتری در سازش با طبیعت داشته و باقی مونده، ما باقی موندیم. در همه این تغییر و به اصطلاح تغییرات
عملا هیچ اراده، هیچ به اصطلاح تدبیری در کار نبوده. اینا همه بر اساس قوانین طبیعی فیزیک و شیمی که تا به امروز بشر تونسته بخشی از اونها رو ریشه هاشو پیدا کنه صورت گرفته. یعنی اون قوانین حاکم بر جهان هستی یک سری قوانینیه که ما به دلیل داشتن مغز داریم روش کار میکنیم و هر روز بخشی از اون رو کشف میکنیم. وقتی فرض بفرمایید که مارکس اومد ماتریالیزم دیالکتیک رو مطرح کرد، در واقع اونو وضع نکرده بود که خودش به وجود نیاد، بلکه اونو کشف کرده بود. خودش هم این کار رو به تنهایی نکرد. اینکه مارکس رو گنده کردند، مارکسیزم به وجود اومد، این همه اتفاقات سیاسی اتفاق افتاد بعدش، این مارکس یک به اصطلاح سر یک قله یک کوه یخی بود که از آب بیرون زده، به خاطر اینکه ایشون آخرین نفری بود که این مسئله رو مطرح کرد و ماتریالیزم دیالکتیک رو به اصطلاح کشف کرد، این قانون ناظر بر جهان هستی رو. من میخوام از این صحبتام این نتیجه رو بگیرم آقای سوربی، مهم نیست من و شما چطور فکر میکنیم، مهم اینه که در یه خطه‌ای از روی این کره، در روی این کره زمین به نام اروپا، بشریت، انسان‌هایی که در اونجا زندگی می‌کردند در طول قرن‌های گذشته طوری سخت کار کردند، رقابت کردند و در واقع در سایه این کار سخت و طاقت فرسا و رقابت تنگاتنگ یک مدنیتی به وجود اومده که ما جالب اینجاست که می‌بینیم در همون اروپا که همه این اتفاقات افتاده چطور برایند افکار مختلف جمع شدن با هم و یک محیط توأم با مدنیت به وجود آوردن. شما اگه نگاه بکنید همه این اسم‌ها، وقتی به اروپا بریم می‌بینیم که این اسم‌ها چطور در کنار هم دارن زندگی می‌کنن و جامعه خودشون رو به شکل انسانی شکل دادن و یه مهدی از تمدن در اونجا به وجود اومده. وقتی به شرق میاییم، به جهان سوم میاییم، میبینیم هر کسی اسم خودش رو تبدیل به یه پرچم کرده، به دیگری اهانت میکنه، دیگری رو نمیپذیره و فکر میکنه که حقیقت دنیا رو به دست آورده. هر چقدر بریم به سمت دنیای متمدن و متفکر و انسانهای پیشرفته تر، ما میبینیم یک جور کامپرومایز، سازش، هماهنگی و الهام گرفتن از هم بیشتر دیده میشه. هر چقدر جوامع عقب افتاده تر، کمدان تر و کم آگاهی کمتر دارند، ما در اونجا تقابل میبینیم، به اصطلاح عدم تحمل میبینیم و تندروی و در نتیجه تخریب و عقب افتادی. بسیار ممنونم. حالا شما میخواین برسید به اروپا، آیا اگر کسی پای صحبتهای شما بشینه فکر میکنید به اون به اصطلاح پاسخ این پرسش چه باید کرد میرسه، یا اینکه بالاخره ما چون توی اون منطقه دنیا اومدیم به اصطلاح این سرنوشت ماست که یه سری آدم ها کم سواد و بی سواد و چون اینجوری هستیم همش تو سر هم بزنیم و با هم دعوا کنیم؟ شما نور امیدی میبینید در ته این تونل، یا بگید یه مقداری بیشتر برای ما بگید؟ ضمن من فکر کنم آیت الله مطهری هم درباره این مادیگری یا ماتریالیسم یه چیزایی نوشته بود و اینها، یادمه قدیما یه چند تا کتابش بود، حالا اگر بعد بتونم پیدا کنم در برنامه‌های آینده یا برای شما ارسال میکنم که بتونید در این موارد هم صحبت کنید. ولی اون همیشه داشت این ارتباط رو به اصطلاح می‌خواست ربط بده که اگرچه مردم باز میرن به طرف مادیات یا چی میگن انسان به طرف مادیات فل بداه میره به طرف اونها، ولی حقیقتش یه اللهی هست و یه نظم و یه ترتیبی هست. اینا رو یه مقداری لطف کنید توضیح بدید، یا همون جوری که خودتون برنامه رو تهیه کردید توضیح بدید، من ساکت میشم. به حضورتون معرضم که ببینید باورهای در این دنیا هیچ باور و ایزمی وجود نداره که حرف حسابی لابلای حرفاش نباشه. شما هر پدیده ای رو در نظر بگیرید، حتی اسلام که یکی از ادیان خشن و تقریبا دستورات و نگرش هاش
تا حد زیادی به اصطلاح مشکل ایجاد کرده برای بشریت، حتی در اون هم یه خاصیتی وجود داره، برای اینکه بخشی از مردم که اطلاعات کم دارن، سواد کم دارن، خب نیاز انسان به جهان بینی یه نیاز جدی آقای سربی. بخشی از انسان‌ها دارن با همون ترس و وحشت جهنم و رویای بهشت در قالب افکار اسلامی دارن حال میکنن و زندگی میکنن. اونا هم حق دارن که زندگی بکنن. واقعا در اون بخش وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم حتی امروز در قرن 21 دین داره کار میکنه. یه بخشی از انسان‌ها رو که نیازمند جهان بینی هستند، به دلیل اینکه دستشون کوتاه از به اصطلاح دانش روز و آگاهی لازم رو ندارن، دارن با اون جهان بینی زندگی میکنن. و حالا بگذاریم از اینکه گروه تندرویی هم در بینشون هستن که از همون جهان بینی امروز جامعه بشری رو به خطر انداختن و به لجن کشیدن، ولی به هر حال یه بخش بزرگتری که مجوریتی و اکثریت مسلمانای جهانه اینطور نیستند، آدمای به اصطلاح مهاجمی نیستند، آدمای تندروی نیستند و دارن با این تفکرات همونطور که عرض کردم حال میکنن، در رویای زندگی جاودانه در بهشت دارن زندگی میکنن یا از ترس و وحشت جهنم دست به کارهای غیر انسانی نمیزنن. این اون کاربردیه که دین متاسفانه امروز هم داره، به دلیل اینکه انسان‌ها یه بخش کوچکیشون به آگاهی و دانش دسترسی پیدا میکنن عملا. البته امروز ارتباطات داره کمک میکنه، ولی من میخوام یه نکته رو بگم. امروز ما خیلی پلیدی ها رو میبینیم، بعضی هاشون مصنوعی به وجود آوردن. همین برخورد شیعه و سنی در خاورمیانه به نظر من مصنوعی به وجود اومده و این اگه انسان‌ها رو به حال خودشون نگذاشتن و این حرکت‌های شیطنت آمیز رو نمی کردن، مسلماً انسان‌ها دست به این اعمال نمی زدن. ولی حتی در به اصطلاح یه لحظه مثلا از ذهنم پرید که چی می‌خواستم بگم، می‌خواستم به جایی برم که متأسفانه از ذهنم پرید، ولی به هر حال اجازه بدید این طور بگم و اگر بعد شما مطلبی دارید بفرمایید. نه، دنبال این بودید که حتی اینهایی هم که این ایزما و دینهای مختلف رو میگن بالاخره یه حقیقتی توش هست. یه حقیقت که نه بس. یک کاربردی داره. آها. یک به اصطلاح عمل کردی داره که عملا بخشی از نظم این جهان کنونی مدیون اون کاربرد اون به اصطلاح اون عمل کرده. من ولی نهایتاً امروز شرایطی ایجاد شده که ما همه پلیدی ها رو بهتر میبینیم به خاطر ارتقاء وسایل ارتباط جمعی و این تکنولوژی. امروز جهان رو میشه کلیرلی دید، حوادث جهان رو شاهد بود. این به این معنی نیست که اگر امروز ما صحنه های شنی میبینیم بشریت داره رو به زوال میره. چون سوال اصلی شما از من این بود که آیا چطور میبینم آینده رو و با توجه به این اسمای مختلفی که وجود داره اینو عرض میکنم. اون چیزی که ما امروز شاهد هستیم به این معنی نیست که در گذشته نبوده، بوده، بسیار شنیتر و وحشتناکتر هم بوده و واقعیت اینه که بشریت داره به سمت یک تمدن میره. من خیلی مثبت میبینم آینده بشریت رو، اگرچه سیاست های بعضی از سیاست هایی که اعمال میشه امروز این لجن رو هم زده و اون پلیدی ها به رو اومدن، ولی این فقط یه مقطعی کوتاهی از این شرایط به اصطلاح دوره رشد بشریت. یا بیشتر پلیدی ها و بدی ها رو میبینیم و میشنویم تا خوبی ها و محبت. بله، اومده رو در واقع شرایطی در خاورمیانه به وجود اومده که حالا این یه برنامه های آینده اگر فرصتی شد من خیلی حرفا دارم راجع به این قضیه بزنم که در اینجا هم خدمتون عرض بکنم من اگر این شانس رو داشته باشم که با شما برنامه داشته باشم از همین حالا به شما و بینندگان محترم تلویزیون مردم عرض میکنم از من مطالب بسیار متفاوتی خواهید شنید. آقای سعیدی بذارید همینجا چون راجع به بینندگان هم صحبت میکنید یه سوالی از شما پرسم. به نظر شما چگونه است که یه نفر مثل شما که حاضره
حاصل تحقیقاتش عمرش رو با ما در میون بذاره تا ما یاد بگیریم خیلی سریع، این توی جامعه ما حمایت نمیشه. ولی اگه شما امروز آمده بودی مثل تلویزیون سلام، مثل تلویزیون‌های دیگه آخوندبازی در بیاری، مردم رو شفا بدی، دروغ بگی، اینها کار کاسبیت میگیره و بعد جالب شما باز میگی تو قرن 21 جای امیدش هست. چرا اینجوریه؟ چرا چیزی رو که شما میگید به اصطلاح اون خریدار رو نداره و چرا هنوز مردم دنبال حقیقت نیستن؟ چرا کسایی مثل شما رو که حقیقت گو هستن حمایت نمیکنن؟ همینجا میخوام آخر سال هم هست، دوستان اگه حاضر هستید که با آقای سعیدی با همکاری کنید به وسیله حمایت کردن، ایشون وقتش رو داره میذاره، سوادش رو میذاره، عمری رو که تلف کرده و درس خونده و در این مورد خونده، میخواد با من و شما، شما هم اگر وضعتون خوبه و اجازه میده یک به اصطلاح مخارج که خیلی هم کم هست اون رو هزینه میکنید. ولی باز برمیگردیم با آقای سعیدی، چون شما قبلا هم در تلویزیون ندا برنامه داشتی، اتفاقا دو تا شماره از بهکام داشتم زنگ زدم، یکیش پیام گذاشتم ولی یکیش قطع شده بود، امیدوارم تماس بگیره و حالش خوب باشه. چرا این نوع برنامه های مثل شما که آگاهی میده رونق آنچنانی نداره، ولی اون برنامه هایی که در جهت منحرف کردن مردم هست، در جهت فریب دادنشون هست، بازارشون بازار خوبی هست؟ بله خب منم همدرد هستم با شما، که البته تشکر میکنم، من در خودم رو در اون حد نمیبینم که شما بگید که منم برایندی از اندیشه ها هستم، یعنی در واقع منم دارم یاد میگیرم. باور کنید آقای صحبی، این ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی بهترین دانشگاهه. من هر چی که آموختم از انسانهای دیگه آموختم، منتها جهانبینی به من کمک کرده، همه کردیت این قضیه رو من به جهانبینی به اصطلاح خودم مدیون هستم، که نتیجه گیری هایی که کردم از آنچه که شنیدم تطبیق دادم با جهانبینی خودم و بیراه نرفتم، یعنی خودم اینطور فکر میکنم، در تفکر خودم به بیراه نرفتم و انرژیم هدر نرفته، بلکه اون جهانبینی به من کمک کرده تا استنباط هایی که از آنچه میشنوم میکنم هی انباشته بشه روی هم و همه هر یک دیگری رو تایید کنه. و من رسیدم به یه نقطه‌ای که به قول باورمندهای دینی رسیدم به یه ایمان در اون جهانبینی خودم، که امروز اطمینان دارم در راه درست افتاده ذهن من و دارم با یک روش و متد درستی به جهان اطرافم نگاه میکنم. یعنی شما این ماتریالیسم یا مادیگرایی رو مترادف میدونید با جهانبینی؟ بله 100%. بله. نه تنها اون به اصطلاح جهانبینی درستری بوده از نظر من و منو هدایت کرده به تفکر سیستماتیک و درست، بلکه از اون طریق آخه یه شاخه‌ای در به اصطلاح بحث‌های انسان‌هایی که به دین اعتقاد دارن، اونا فکر میکنن که معنویات و اخلاق یک زیر مثلا سر بند نافش به آسمان وصله. ابدا اینطور نیست. معنویات و اخلاق نتیجه به اصطلاح عمل کرده ماتریالیزمه، یعنی ریشش در زندگی مادی انسان‌ها و محیط جغرافیایی اونهاست. یعنی شما اصل مطلب، لوپ مطلب اینه که اگر شما جغرافیا و تاریخ رو، یعنی محیط و زمان رو در نظر نگیرید، دستتون به هیچ جا بند نیست. از طریق جغرافیا و تاریخه که شما میتونید یه تحلیل درست داشته باشید. جغرافیا بسیار مسئله مهمیه، یعنی محیطی که ما توش زندگی میکنیم، به اخلاق ما، به معنویات ما، به همه اون چیزی که ما داریم شکل میده. بله. اون مؤثره. ممنونم آقای سعیدی. یکی از دوستان نوشته که اون کتابی رو که شما میگید درباره به اصطلاح مادیگری نوشته شده به وسیله مطهری، اسمش علل گرایش به مادیگری بوده،
نمیدونم شما اون رو خوندید یا نه. نخه من وقتمو صرف این کارو نکردم خوشبختانه. ممنونم. اگر صحبت دیگه ای دارید اون رو امروز بگید تموم کنی، ولی یکی از شما بسیار تشکر میکنم به خاطر اون محبتی که کردید، اون قضاوتی که راجع به من کردید. امیدوارم فرصتی بشه، چون من خب به هر حال برای این که اینطور نیستش که من مثل خیلی ها که میبینید هفته ای یک جلسه یا دو جلسه برنامه میگذارن، اونطوری نیست برنامه من. نه. من برای اینکه یک ساعت نیم ساعت حرف بزنم خب طبیعتاً بایستی ده ها ساعت فکر بکنم که اون رو اتود کنم و وقت بینندگان شما رو هدر ندم، حرف برای گفتن داشته باشم. اینه که طبیعتاً اگه بخوام برنامه داشته باشم خیلی با فاصله خواهد بود، حد اکثر هفته یک بار، اونم به مدت یک ساعت در این حدود. و اگر احیانا شرایط خودم اجازه بده این کار رو خواهم کرد و از شما خواهش خواهم کرد که به صدا زمانی برای ما خوشحال میشیم شما رو داشته باشیم. و اگر دوستان بخوان با شما تماس بگیرن وسیله هست یا فقط میتونن با من تماس بگیرن؟ من بله شما. من ترجیح میدم که به جناب علی زنگ بزنن اگر خواستن به اصطلاح پیامی برای من داشته باشند. فقط شما محبت کنید تلفنشون رو در اختیار من بگذارید که شخصا باشون تماس بگیرم. فعلا من فکر میکنم اینطوری بهتره، اگر البته شما بپذیرید. هیچ مسئله نیست، هیچ مسئله نیست. من از شما ممنونم و بازم عذر میخوام که من اول برنامه فراموش کردم با شما تماس بگیرم. خیلی سپاسگزارم. خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید، با امید دیدارتون. و از دوستانم خواهش میکنم این برنامه رو اگه در موقع بازپخش هم ببینید و در مورد آقای سعیدی و گفتارشون مادیگری یا ماتریالیسم یا جهانبینی صحبتی دارید، حتما تماس بگیرید، پیام بذارید، ایمیل بفرستید با فیسبوک تا من با آقای سعیدی در میون بذارم تا به زودی بتونیم با ایشون برنامه بیشتری رو داشته باشیم. ممنونم از شما. متشکرم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، با آقای عباس سعیدی بودیم و ایشون نمیدونم، چون اون موقع فکر نمیکنم بهکام یا ندا تیوی، والا همین الانش هم این تلویزیون‌های ایرانی خیلی غیر منظم کار میکنن، آرشیو یا بایگانی داشته باشن تا شما بتونید اگر اسم ایشون رو تایپ کنید توی گوگل یا یوتیوب به اصطلاح پیدا کنید. یکی از دلایلم که به بهکام زنگ زدم اینه که اگر اون ویدیوها رو یا صحبت‌های ایشون رو داره برای من بفرسته، من بذارم روی یوتیوب یا بایگانی که نمیدونم کجاست و چرا تا حالا پاسخ نداده. البته تو این ایام هالیدیز جمع میبندیم، تعطیلات، یکی این وقت کریسمس، یکی رسیدن سال نو، از دوستان و فامیل و آشنایان انتظار نداشت باشید تا تماس میگیرید باهاتون تماس بگیرن. مسافرت هستن، مهمون دارن، مهمونی های بزرگ دارن و بالاخره یه مقداری صبور باشیم. همینجا باز از ایشون تشکر میکنم که آمدند و مهمان ما بودن. اگر کسی در این رابطه مقالهایی داره، ویدیوهایی داره، اونها را ارسال کنه تا ما بتونیم یه برنامه کامل و جامع داشته باشیم با آقای عباس سعیدی. حالا یه چیز دیگه بهتون میگم در رابطه مثلا با اسم ایشون، بعضیا عباس رو با دو تا بی مینویسن و با دو تا اس، بعضیا با یه بی و یه اس مینویسن. سعیدی رو مثل سیدی مینویسن، یکی با ای مینویسه یا یکی با آی مینویسه. در اصل این مشکل ها بوده و هست. حالا ببینیم بعد خود آقای سعیدی اگر فیسبوکی دارن، ایمیلی دارن، شماره تلفنی دارن و خواستن من و شما از اون طرق باشون تماس بگیریم، اون رو هم یا روی برنامه مینویسیم و اعلام میکنیم. اگرم بتونن از طریق اسکایپ با شما صحبت کنن که دیگه چه بهتر، چون من همیشه گفتم وقتی که ویدیو و آدیو رو شما ویدیو رو ببینید و آدیو رو بشنوید اون یه حالت دیگه ای داره. خب باز هم ممنون از شما. من امروز قبلا هم یه ساعت در برنامه تلویزیون رنگارنگ به اصطلاح بودم و سعیم بر این بود که یک ساعت اونجا یک ساعت هم اینجا، این دوتا رو به صورت یه برنامه بذارم، چون متوجه شدم یه مقداری شماها هی با من تماس میگیرید، میگید آقا برنامه اولتو دارم، برنامه دومت کجاست. این دو برنامه رو به صورت یه برنامه روی بایگانی بذارم و همین خاطر هنوز اون برنامه ساعت 12 رو روی بایگانی و آرشیو
نیذاشتم. یه مقداری صبور باشید تا ما به شما برسیم و چند تا نامه و ایمیل که گذاشتم اینجا بخونیم و برنامه امروز یکم زودتر به پایان برسونیم و بعد ساعت 4 با آقای اجلالی هستیم و دیگه شما رویه و روش تلویزیون مردم رو میدونید، هر کسی که برنامه زنده داره اینجا، ما سعی میکنیم از این دوستان بخوایم که برنامه هاشون رو در روزهای آینده هم بازپخش کنند. حتی ما اگر مجبور بشیم تخفیف خیلی بزرگی بدیم که اینها این رو قبول کنن، این بهتر از اینه که یه نفر بیاد یه برنامه بذاره ماکسیموم یه دونم بازپخش بشه و شمای بیننده نه اون برنامه زنده شو دیده باشین نه بازپخشش رو، بعد بایگانی نداشته باشه، بعد بازپخش روزانه نداشته باشه. من فکر میکنم این روش که تلویزیون مردم داره شانس به شما بیننده میده که ببینید، به مجریان و برنامه گذاران هم شانس میده که بیننده های بیشتری ببینن برنامه هاشون رو. در صورت اگر نظری هم دارید در رابطه با برنامه ها بازم با ما تماس بگیرید. و اما رابطه آقای رضا شیرازی و کنتیمرمن و اسرائیل و اینها رو گفتم و اتفاقا برای هر دوشون نوشتم اگر حاضر باشید یه مصاحبه داشته باشیم. آقای رضا شیرازی با وجود که از حکومت آخوندها یه جورایی طرفداری میکنه و اینها، ولی خودش میدونه که چنان ترس و خفقانی در ایران هست که ایشون اجازه نداره حتی برنامه بذاره. و بعضی وقتا میگم حرفای این دوستان با هم زد و نقیزه. و اما آقای غلام علی حسین نژاد، قربان علی حسین نژاد رو که میشناسید، ایشون اکس مجاهد یا مجاهدی هست که از سازمان مجاهد جدا شده، چون باور داره که سازمان مجاهد الان فرقه است و ایشون میگه ما چون مجاهد حقیقی هستیم و اون باورهای 50 سال پیش مجاهدین رو داریم و اینها، این فرقه که باور به نمیدونم تروریست و اینها داره این رو کنار گذاشتیم. جدیدن یک نامه ها، یک صفحه رو که دارن، نامه های چند تا خانواده اسرای فرقه رجوی از ایران به مقامات کشورها و سازمانها رو اونجا به چاپ رسوندن. من با وجودی که این نامه ها رو و صفحه ها رو سعی میکنم نشون بدم تا زحمات اینها رو جبران کرده باشیم و یک مقداری هم قدردانی کنیم، ولی از طرفی از این دوستان هم میخوام که اونها هم دیگه، هممون توی اروپا و آمریکا و اینها میدونیم یک کافی که میخوایم بخوریم با خرج بنزین و رفت آمد و وقت که میذاریم 10 دلار برامون در میاد. این دوستان هم اگر یک نوشته‌ای دارن، ویدیویی دارن، چیزی دارن که میخوان تکثیر کنن بین دوستان ما روی فیسبوک پخش کنن و اینها، اون رو به اصطلاح یه مبلغ خیلی کمی 10 دلار بدن تا ما حداقل دلخوش باشیم که این دوستان هم این کار رو انجام میدن. و اما راجع به فیسبوک و تکثیر و اینها گفتیم، یه دوستی برای من از لس آنجلس، اینو تو برنامه قبلی هم گفتم، نوشته بود که آقای سوربی شما که 7000 بیشتر از 7000 نزدیک به 8000 نفر فقط روی یه دونه فیسبوکتون هست، آیا آماری هست که نشون بده چند تا از اینا تو کالیفرنیا هستن، چند تاشون توی لس آنجلس هستن؟ دوستان من این کار رو تا حالا انجام ندادم. اگه شماها وارد هستید چجوری این آمار رو بگیریم از فیسبوک؟ انقدر نمره و شماره و عدد بهت میدن که دیگه خسته میشی. اگر کسی هست که بلده بگه آقا اینو بزن اینو بزن اینو بزن، بهت میگه که فلانی داره از لس آنجلس با شما تماس میگیره، اون یکی از ایران، اون یکی از ترکیه، ما این رو در اختیار دوستانی که مایل هستن که دوستانی رو در یک منطقه مثلا باشون تماس بگیرن اینها، اینو داشته باشید. اتفاقا الان که اینو گفتم یادم افتاده که توی فیسبوک یک آپشن یا یک انتخاب جدیدی گذاشته، میگه که شما مثلا میتونی بگی من اینو فقط برای اونایی که 25 سال تا 30 سالشونه میخوام بفرستم. حالا نمیدونم، بذارید هم الان نگاه کنم ببینم اینم هست یا نه. ببین این سوال دوست ما باعث میشه که مغز ما کار کنه، به برای اون پرسشه ما بریم دنبال یک به اصطلاح چیزی بگردیم. بذارید من مثلا اینجا یه عکسی بذارم، بعد این عکس رو مثلا عکس آقای باقروند رو ارشد، و آره بذارید اینجا بهتون نشون بدم که اون آپشنی رو که میگم چی هست. و قبل ها narrow the potential news fed audience، میگه که اینو برای چه کسایی میخوای
پخش کنی. حتی یه جایی نوشته برای target people based on geography. به نظر میرسه اون سوالی که این دوستمون کرد این فیسبوک داره، ما میتونیم تارگت کردن، تارگت یعنی نشانه گیری یا هدف یا نشانه رفتن، اصلا خود اون کلمه تارگت و اینا، ما میتونیم مثل که بگیم این رو برای مثلا 13 سال تا 99 ساله میخوایم، برای این منطقه میخوایم، برای اونایی میخوایم که فارسی زبانن یا زبانهای دیگه، تازه مور دموگرات فیلم میگه که بیشترم آپشنهای مختلف داره. خوشحالم که این دوستمون اینو پرسیده و ما هم جواب دادیم. اگه کسی راه آسونترش رو بلده با ما تماس بگیره. یه دوستی نوشته که کشوری که به فارسی صحبت میکنه، به عربی نماز میخونه، به انگلیسی نسخه مینویسه، به ترکی تصمیم میگیره، به لوری عمل میکنه، به کردی میرقصه و مهمتر به هیچ زبانی فکر نمیکنه، آیا لیاقتش بیش از این هست؟ خب این یک کمی توهین به دیگران، مثلا شما میگی ترکی عمل میکنه یا لوری فلان، اینها یه مقداری درست نیست. مقاله آقای مسعود هارون مهدوی به زبانهای فارسی و آلمانی در پیوست. این آقای هارون مهدوی قبلا شهردار مشهد بزرگ بوده و یکی از اونایی بوده که مخالفتش با اون ولیان و اینها به اصطلاح علنی بوده و چند تا برنامه خوب هم در تلویزیون مردم داشتن، متاسفانه تحمل انتقادات رو نداشتن. یعنی این دوستان فقط میخوان برن جایی صحبت کنن که اولا بلنگوی یه طرفه باشه و از اون ور هیچ کس ایراد نگیره. به نظر من این کار خوبی نیست. شما هزار نفر بهت بگن به به چه 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 فرقی میکنه، ولی اگه یه نفر یه سوال کنه از شما یا شما گفتهاتون رو زیر سوال ببره، به نظر من اون مفیدتره. در صورت ایشون نوشته که نتیجه سیاست بنیامین نتانیاهو و نفوذ بیش از حد دولت اسرائیل، این رو هم اگر فرصتی پیش بیاد روز چهارشنبه یا جمعه براتون میخونم. دوستمون نوشته که شاید برای شما جالب باشه، جمعیت ایران با این همه فراری سال 1960 21 میلیون بود، سال 2014 78 میلیون. جمعیت آمریکا با این همه مهاجر سال 1960 179 میلیون بوده، الان 300 یعنی سال 2014 340 میلیون و این هم از این ماجرا. رهبر جدید جیش الاسلام انتخاب شد، هر روز یک چیز جدید، جیش العدل، جیش الاسلام، آیسیس، نمیدونم طالبان، القاعده، هی چپ و راست اینا از زمین میان و جالب اینه که تا یه رهبرش هم میمیره یکی دیگه پیدا میشه از اون تندروتر و بیعقلتر و همون کارهای زشت اونو میخواد ادامه بده. از آقای خسرو بهرامی ممنون که لطف کردید پیام گذاشتید. من هم برای شما ایام تعطیلات خوب و سال نو خوبی رو آرزو میکنم. ای کاش که میذاشتید ما پیام های شما رو برای دیگران هم پخش کنیم. دوستان اگه پیام میذارید و نمیخواید که ما پیامتون در برنامه استفاده کنیم یا پخش کنیم، لطف کنید همون اول برنامه، این آقای بهرامی این کار کرده، از این بابت بسیار ممنونم. چون بارها گفتم وقتی آخرش میگید من برنامه ویدیو اون پیامو که شروع میکنم گوش میدم، چون میبینم جالب صحبت کردید میگم این خوبه که با دوستان بیننده و شنونده هم در میون بذارم، ولی یه دفعه شما آخرش خوب که ما حالا گوش دادیم بعد میگید ضمناً این رو هم برای بینندگان پخش نکنید، اون موقع به قول آمریکایی‌ها تولی لیت خیلی دیره و ما هم گاهی وقت شیطنت هم میکنیم با وجودی که تا آخرش گوش دادیم بازم پخش میکنیم. میگه که من شیرازی نیستم اما از آنجا که ایرانیم و به جز سه استان بقیه را دیدم، خیلی از این شعر خوشم میاد. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم، بعضی ها میگن بگفتم یعنی به من گفت، بگفتم من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال گل در من اثر کرد ولیکن وگرنه من همان خاکم که هستم. این رو بعضیا به غلط، اولا گلی خوشبوی رو میگن گلی خوشبوی،
اگه گلی خوشبو باشه که جای تعجب و شعر نوشتن نداشته، تازه اگر گلی خوشبوی باشه که آخرش نمیگه من همان خاکم که بودم. در صورت بعض وقتا غلط که میخونیم یه اصراری هم داریم که اون غلط رو همینجوری به دیگران هم میخواییم تزریق کنیم. و این دوستمون لطف کرده نوشته که من به فکرم رسید که شما به جای این که می‌نویسید تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم، امروز یک قسمت دیگه هم بهش اضافه کنید و بنویسید و با همت مردم. به نظر شما چطور است؟ والله خیلی خوبه، شاید از سال 2016 این کار انجام بدم. یعنی اگر شما فکر میکنی اون روز تا حالا ما به خاطر اینکه از همت مردم اسمی نبردیم اونها هم همتشون رو نشون ندادن، نمیدونم والله. یعنی شما فکر کنی ما بگیم همتشون غیرتشون گل میکنه؟ خب ببینیم چی میشه. و اما نصف موضوع حل شد، ما نصف بزرگتر. این دوستمون شوخی میکنه گهگاه، اگه میگیم نصف، دو نصف معمولا مساویه. و اما این که میگید نصف موضوع حل شد، من برای این دوستم نوشتم که باشه ما این کار انجام میدیم و اینها. بعد نوشت که نصف موضوع حل شد. گفتم البته یادت باشه یه نفر بود که گفت که آقا من رفتم خواستگاری دختر پادشاه و همه چیز به خوبی داره پیش میره. دوستش گفت چی داره پیش میره؟ گفت 50% توافق شده و ما منتظر اون نصف دیگه هستیم. این 50% خب خودش راضی بود، حالا دختر پادشاه و باباش پادشاه و اینا بماند به جای خود. پس نشون میده که بعضی وقتا واقعا 50% یا نصف حقیقتا نصف نیست. و این دوستمون که میگه نصف بزرگترش مونده، درسته 50% اون وریش که نظر پادشاه و خاص زنه هست، دخترش بزرگتر از اینه. خب بازشون نوشته که آقا جون یه فکری به کله پوکم زد، اگر عملی باشد میگن که خامنه ای وضعش خوب نیست و آخوندها دنبال جانشین هستن، اگر یکی از این مغزهای ما که در کامپیوتر وارد است بتواند به تلفن‌های دستی ایران که فکر میکنم 10 میلیون باشد تکسی بفرستد، ملت عاقل و بالغ ولایت فقیه احتیاج ندارد، شاید و شاید چیزی بشود. موفق باشید در برنامه مردم. من فکر نمی کنم همچین چیزی بشه، چون اگه همچین چیزی بود تا حالا انجام شده بود. تنها چیزی که ایرانی ها دارن از تلفن استفاده میکنن این همین جوک ها رو فرستادن و تعداد جوک ها زیادتر شدن و اینها هست. حالا کسی پیدا بشه و کامپیوتر وارد باشه و بلد باشه چجوری برای همه این ایرانی ها یه دونه تکست مشترک بفرسته، بعدم تازه بهشون بگه که شما اگر عاقل هستین و بالغ هستین ولی فقیه نمیخوان، یعنی شما سفیه نیستید، خب دیگه امیدواریم که شما درست بگی. و اما آقای جهانگیر محبی لطف کردن ایمیل فرستادن که آزمون چپ شریک در جنایت با محک جنگ سوریه. گاهی وقتا والله وقت اینا رو میخونم یکم دلم برای دوستان میسوزه که اینقدر وقت میذارن مینویسن، ولی یکی مثل من حقیقتش میگم باور کنید یه خط اول رو هم نمیخونم. ای کاش شما یه آزمایشی میذاشتید مثل اینایی که تو فیسبوک میذاره آو یا شما دخترهای فلانی را دوست دارید یا دخترهای فلان شکل را، 1 2 3 اینجوری گذاشته، شما یه چی بذارید. اونایی که تا نصفه اینو خوندن بنویسن 50%، 3/4 میخونن بنویسن 75%، تا آخرش میخونن بنویسن 100%، حداقل بفهمید کجا میره این نوشته های شما. حالا ما برنامه های تلویزیونمون بر اساس تماس هایی که میگیرن، ایمیل هایی که میفرستن، پیغام هایی که میذارن و اونورم تعداد بیننده های توی یوتیوب و اینها یه معیاری دست ما میده. آیا این نوشتن ها و فرستادن ها شما هیچ معیاری ازش میگیری؟ به قول دوستمون میدونه کجا خواننده‌های شما کجا هستن و کجا نیستن. آقای علی شیرازی لطف کرده برای ما فرستاده که citizen of national of VWP designated country، این کشورهایی که 38 کشور هستن و الان شرایط ویزاشون عوض شده برای آمریکا، اگر میخواین بفرستید، گرچه رو اینترنت هم تایپ کنید براتون هست. ایشون این خیلی هم ردیف از یه جای برداشتن، به ترتیب حروف الفبا هست A B C D اینها و
توضیح میده که کی کجا و چی هست. مثلا از آیسلند باشین، ایرلند باشین، ایتالیا باشین، تو قسمت آی این مثل که همون جزو کشورهایی که ویزایی که بهتون میدادن حالا باید اتوماتیک نیست و باید بیاین دوباره تقاضا کنید. حالا چقدر سخت یا آسون هست من نمیدونم. Islamic state okays taking organs of living non-Muslim. میدونید که خیلی از این اوضاع و احوالای چیز رو اینها میبرن به صورت پرسش، میپرسن از این آخوندها و اونها هم فتوا میدن، یعنی جواب این سوالات میدن. یادم نیست به این سوالایی که از این به اصطلاح مراحل چی بهشون میگن، تقلید، مراجع تقلید، میپرسن اسمش چی هست. ولی این خیلی جالبه، میگه که اسلامیک استیت همون دولت اسلامی داعشه، میگه که اعلام کرده که این اوکیه، از نظر اینا حلاله که مثلا کلیه یا جگر یا قلب یا نمیدونم اینها را از یک نان مسلم بگیرن. لابد فلسفه شون هم اینه که خب اون یکی کمتر میشه، به مسلمایی که اضافتر میشه چون نمیمیره. اینجا هم توضیح داده، اگه کسی هم مایل هست یا همون تیتر رو در گوگل بزنه یا برای من یه ایمیل بفرسته براتون میفرستم. The Islamic State Religious Scholar Have Ruled. این اسکالر میدونه که یعنی هم زعمای قوم، اساتید این دین یا مذهب. و توی مسیحیت هم این پیش میاد، گهگاهی سوالهایی میکنن از این پاپ بزرگ و اینها، اونم پاسخ میده درباره ازدواج، درباره طلاق، درباره اینهایی که همجنسگرا هستن و الا آخر. ساعت 3:24 است و ما چون یه ساعت هم قبلا برنامه داشتیم، حدود یک ساعت نیم هم اینجا میشه 90 و 60 150 دقیقه با شماها بودیم. اجازه بدید همینجا ازتون خداحافظی کنیم و براتون یه سری شعرهای خیام رو بذاریم با صدای احمد شاملو، که آقای شجریان هم گهگاهی میاد با اون صدای خوشش میخونه براتون، تا آماده بشیم برای آقای، برای برنامه آقای اجلالی. و همونجوری که گفتم برنامه این قسمت رو با قسمت اول به هم میچسبونم با چسب دوقلو، براتون میذارم روی آرشیو و بایگانی. لطف کنید ببینید، به دوستاتون هم بفرستید، چه اونایی که باهاتون موافقن چه اونایی که مخالفن، نظرات اونها رو هم بدونیم. بازم از آقای سعیدی که مهمان برنامه ما بودن ممنون، متشکرم. اگر مایل بودید افرادی مثل آقای سعیدی در تلویزیون مردم برنامه داشته باشن، تماس بگیرید تا من شماره تلفن شما رو به ایشون بدم، باهاتون تماس بگیره و ترتیب حمایت یا سپورت از برنامه‌های این شکلی رو به اصطلاح داشته باشیم. حیفه که اینها این همه زحمت میکشن، من و شما به خاطر گریدی بودن یعنی خسیس بودن نیایم و از اینها استفاده نکنیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.